خب دوستان عزیز، یک دقیقه به من وقت بدید که این تلفن رو به اصطلاح این برنامه رو با تلویزیون مردم هم روی فیسبوک شیر کنیم، اونها هم با ما باشن. و امروز چند دقیقه زود شروع کردم، البته به نظر من هم دیر آمدن بده هم زود آمدن، ولی ما مجبوریم. و خوبیش به که این روزا برنامه ها میمونه، شما میتونید هر وقت که خواستید نگاه کنید. امروز هست 30 می ماه سال 2018 میلادی، این برنامه از آمریکا USA و تلویزیون مردم tv.com پخش میشه. هر کسی میتونه اینجا بیاد نظر خودش رو بگه، مثل انسانهای پیشرفته دیگران هم نظرات اون رو بشنون، گوش کنن، اونها هم نظرات خودشون رو بگن. و ممنونم حتی از مخالفینی که با عقل و شعور برنامه رو نگاه میکنن و هر جا که دیدن من یه چیزی رو اشتباه میگم اونها به من گوش زد میکنن. ببخشید ما امروز خودکارمونم گم شده، حالا یکی یکی داره پیدا میشه. و اما امروز چهارشنبه است، 30 می ماه 2018 میلادی و برابر است با 9 خرداد 1397. امروز برنامه عقل بشر با یه سیستم جدید فرستادن، امیدوارم کامل دریافت شده باشه و بتونم براتون پخش کنم. اون سیستمی که ازش استفاده میکردن که این فایل رو بفرستن از 2 روز پیش کار نمیکرد. من حتی برای برنامه کانون آوا هم که خواستم بفرستم کار نکرد، ولی دیدم که حالا اینجا نشون میده که پرونده فایل رسیده و ما هم ضبطش کردیم توی سیستم و بعد برای شما اون رو میذاریم. و جالبه که این دوست ما از خلیج فارس قبلا در رابطه با آزار و اذیت بچه ها در فرهنگای مختلف صحبت کرد و گفت که بعضی وقتا خود بچه نمیاد بگه، چون اصلا نمیدونه که این کار درست بوده یا غلط بوده. بعد بعضی وقتا به خانواده که میگن، خانواده به بچه میگن هیچی نگو، چون اونها میترسن که بین فامیل و اقوام و دوست و آشنا و همسایه آبروشون بره. جدیدن توی ایران، البته نوشتن آقازاده ولی من اسمش و اینها رو متوجه نشدم، گویا یک آقایی از بچه های دانش آموز سوء استفاده جنسی کرده. و خیلی جالبه، اول این فیلم ها میاد بیرون، بعد فیلم های بعدی که میاد رو صورت اینا رو شطرنجی میکنن که شناخته نشه. و اگر فیلم میگیره قوه قضاییه، پلیس و اینو میذاره روی ویدیو و همه نشون بده، دیگه اون بعدیا چرا این کارو میکنن؟ البته اینم خودش یه ماجرای بزرگیه. حتی در آمریکا که میگن شما بیگناه هستید تا اینکه گناهکار بودنتون ثابت بشه، ما میبینیم که خیلی ها رو میگیرن، بازداشت میکنن. وقتی که بیگناهیش ثابت میشه، همه اونهایی که دیدن و شنیدن که این بازداشت شده، دستگیر شده، متهم به این جرم شده، بعدن دیگه نمیبینن، نمیفهمن که این مبری میگن، مبرا میگن، تبرئه شده. و یکی از اونها این آقای مرتضی محیطه. دکتر مرتضی محیط وقتی که دکتر زنان بوده و در نیویورک مطب داشته، گویا یه بیماری داشته که این بیماره، حالا بعضی وقتا میگیم بیمار، ممکنه درست نباشه، کلاینت، چون آقایون خانوما بعضی وقتا سالیانه میرن برای آزمایش چکاپ یا آزمایش سالیانه، این معنیش این نیست که اینها بیمار هستن، مریض هستن. خلاصه گویا این دوتا هر دوشون میخوان و درگیر کارهای سکسی میشن و بعد کار به دادگاه و اینها میکشه. در دادگاه ثابت میشه که دکتر مرتضی محیط به اصطلاح، چون اون زن خودشم خواسته، این تبرئه است و به اصطلاح جرمی مرتکب نشده. شما اینو داشته باش. دیدید میگن عرفن و شرعن، اینجا میگن مثلا لیگالی اند مورالی، قانونی. و میگه از لحاظ قانونی شما ممکنه یه جرمی انجام داده باشی، ولی از لحاظ
نمیدونم مورال رو به ایرانی همون چی بگیم، عرف بگیم. خلاصه دکتر محیط اون سازمانی که مسئول دکترا هست، یادتونه تو ایران هم بود، سازمان پزشکی بود، شماره بهشون میداد و اینها. بله ایشون آقای موثقی نوشته بله بله از آغازادگان نظام بوده که خامنه ای دستور داده سرپا مجازات شود، یا سریعا. شما این سریعا رو اینجوری نوشتی، یکم باید دقت کنی مثلا عوض کنید چیا رو آقای موثقی. اگه سمی نیستید سریعا غلط میشه، مثل سرپا میشه، بنویسید فوری. در هر صورت خب اگه آقازاده است اسمشو بگید، چون تو ایران هم اون وقتا دوره شاه میگفتن هزار فامیل، الان دیگه ماشاءالله این آخونده از بس مثل خوک بچه هاشون 10 تا و 20 تا و اینا هست، دیگه از هزار فامیل و 100 هزار فامیل گذشته. در هر صورت این سریعا فکر کنم نوشتید، ولی من از اینجا که میخونم مثل سریا سرپا اینجوری است. بماند دوستان، من وقتی که یه چیزی رو میگم و میگم همینجا مثلا سیل اومده و همین امروز اعلام کردن جنازه اون پلیسی که کمک میکرده آب بردتش و اینها دیروز پیدا شده و اینها، منظور من این نیست که آخونده معافن، آخونده گناهی نکردن. منظور من اینه که این مشکلات یه مشکلات جهانی شده و اگر کسی میخواد فکری انجام بده باید فکر در حد جهان باشه. بارها گفتن فکراتون جهانی باشه ولی عملکردتون از منزل و کوچه و خونه و اینها باشه. متاسفانه بعضی وقتا فکرای ما جانیه، جنایتکاره. در صورت اون ویدیو رو هم نشون میدم، ویدیوهای زیادی دارم. بعد ایشون میگه که نه، این وی جی والی جارت مشاور جارت مشاور سیاه‌پوست اوباما بود. درباره این آقای خوشنودی عزیز، این درودها یعنی چی؟ واقعا شما به بابات که زنگ میزنی تو ایران تو شیراز میگی بابا جون درودها، یا بابا جون سلامها، یا بعضی وقتا میگی بابا جون سلام 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 سلام، یا میگیم درود 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 درود. نکنید. یه چیزی رو یه نفر دیگه مینویسه شما همینجوری مثل چی تکرار نکنید، مثل یعنی چی درودها. بله آقای سید محمد حسینی حائری زاده، اوه اوه این حائری ها که یه سریشون شیرازی هستن و والا تا اونجایی که ما خبر داریم هیچ چیز خوبی از این حائری ها ندیدیم. طایفه دستغیب، طایفه مصباحی، یه سریشون خوب بودن و واقعا مذهبی و دینی و آدم های خوبی بودن، یه عدهشون سوء استفاده چی بودن. ولی این حائری اگه از اون حائری ها باشه، حالا این حائری زاده هم هست دیگه چی بگم، والله حرفش نزنیم بهتر. خب دوستان عزیز، دیروز FBI اعلام کرده که این همسر ترامپ، منظورم ملانیانی، منظورم پوتینه، روسیه یک ویروسی فرستاده برای سیستمای آمریکا من و شما، و هر چقدرم ویروس چی بهش میگن اینا که پروتکت میکنه و اینها داشته باشید کار نمیکنه. گفتن بهترین کار اینه که راوترتون یا مودمتون، یا بعضیا الان راوتر و مودم شده یک دستگاه، از برق بکشید بیرون، 10 ثانیه صبر کنید. برای 10 ثانیه هم نگید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، بگید 1000 1001 1002 1003، یا آمریکایی‌ها میگن 1 میسیسیپی 2 میسیسیپی. یه دفعه نگاهی ساعت بکنید با عقربه‌هاش، اینجوری نیست 1 ثانیه 2 ثانیه 3 ثانیه، 1000 1001. اونایی که چت باز بودن میدونن، میگه شما 5 ثانیه صبر کن، اگه چتر اصلیت با هواپیما باز نشود اون وقت این چتر نجاتو بکش. توی این 5 ثانیه شما دستارم اینجوری بستی میشماری. بعضی ها میگفتن 1 2 3 4 5 میکشیدن، این چتر از جلو باز میشد، اون چتر هم از عقب باز میشد، این آقا هم اینجوری اینجوری اینجوری، چون 2 تا چتر باز شده بود بعد از همه میافتاد روی دشت زرقان. ولی یاد داده بودن که 1000 1001 1002 1003. خب عمدن گفتم درودها،
که گیر بدید دلمون براتون تنگ شده بود. میدونم. خیلی ممنون. متشکرم. خب نام سید محمد حسین حائری زاده، شغل ناظم مدرسه پسرانه، محل کار مدرسه پسرانه دکتر معین منطقه 2، جرم تجاوز به بیش از 30 دانش آموز پسر و اجبار به سکس دهانی و مجبور کردن بچه ها به سکس با همدیگر و تماشای اونها. خبر رسیده به خاطر آقازادگی و ژن خوب داره قصر در میره، رسواش کنید. والا بذارید من یه چی بهتون بگم، اگه ما ملت درستی بودیم به جای اینکه زنگ بزنیم به یه برنامه گذار تلویزیون که داره نظرش رو میگه و هر روزم میگه شما هم اگر انسان هستی مخالف من هستی بیا نظرتو بگو، بگیم آی مزدور شناختمت. خب حالا شناختی، چشمت روشن، حالا چه گویی میخوای بخوری؟ باید اتفاقا خوشحال میبودیم که اینا زندان نرن آزاد بشن. چه کار کنیم؟ یکی از ماها غیرت کنیم، مثلا این آقای کامران قادری اگه غیرت داشت بی سر و صدا میرفت ایران دو تا آخوند میکشت، حالا که داییشم پاسدار و نمیدونم آویزون دستمال به آخوندا بوده، یا اون یکی دیگه آریاس به باوند میرفت، نه این همه سر و صدا بیرون انجام میدن بعد میرن تو، اون بیرون تو که میرن نمیدونم چی میشه که برمیگردن. اتفاقا الان منتظر این آقای صبری حسنپور بیاد یه بار برای ما بگه که آقا چی شده که ایشون دیگه الان حاضر نیست حتی یه پستی بنویسه، یه چیزی بنویسه، عکس از سیاسپول میفرسه، عکس از جاهای دیدنی میفرسه، انگار که من و شما تنها مشکلمون اینه که جاهای دیدنی ایران رو ندیدیم، عکسای خوب رو ندیدیم، این عکسای 360 درجه رو ندیدیم. بگذره. خب بله بذارید اینا رو آزاد کنن، مگه اون یکی دیگه معلم نبود؟ معلم قرآن. خب اگه تو زندان باشه، ولی یه چی بهتون بگم، همین زندان آمریکا میگه اونایی رو که به بچه ها تجاوز میکنن، همین زندان آمریکا اونایی که زنای حامله رو میکشن تو زندان، زندانیا مثل یه دادگاه براشون دادگاه اجرا میکنن. یه دفعه میبینی مثلا با یه چنگالی که از توی نهارخوری دزدیدن و ماها اینو مالیدن روی کانکریت تیز شده روی سیمان، گردن طرف رو توی حمام میبرن. ولی ما این غیرت ها رو نداریم. غیرت ما اینه که آقای کیه این دیوونه، آقای حمزه‌پور بلند بشه بره یه سفارتی بگی که به من یه پولی بدین، من میخوام آدم ها رو جمع کنم جلو وایت هاوس، اونام بگن بهت پول میدیم. بعد گویا این رفته گفته 20 میلیون دلار، گفتن آقا برو بیرون، ما فکر کردیم مثلا 200 هزار دلاره. بذارید من بله، میگه آقا من زنگ زدم به اون مزدوریاب جواب نمیده. مزدوریاب چیه؟ آه اونا که شماره تلفنشونه. نه بذار برات بگم، اینا یه عده پیرمرد، حالا یه چند بارم دیدید مثلا بعضی زنها هم زنگ زدن ولی تعداد نادانهای مردشون بیشتره، خانمها خیلی چیزترن به اصطلاح معقولتر، حتی اگه عصبانی هم میشن فوش میدن، وقتی ما زنگ میزنیم میگیم خب خانم اگه مشکلی داری بیا صحبت کن، یا دیگه میره، یا بعد زنگ میزنه میگه ببخشید من اون روز عصبانی بودم، منظور من اینه. ولی اینی که میگی اینا یه دستگاه هست، اتفاقا میتونی الان لینکشو پیدا کنی مجید، بهش میگن سپوف نمبر یا ماسک نمبر. بعضی وقتا یه کارتی رو میخری 5 دلار، این کارت یک ماه میذاره، مثلا تو به من زنگ میزنی ولی شماره ای رو که من میبینم شماره وایت هاوس، تو به من زنگ میزنی شماره ای رو که من میبینم شماره تلویزیون رنگارنگه. و شاید این اشتباه منم بوده که این شماره ها رو نباید بگم، چون طرف الان بذارید بهتون نشون میدم، اجازه بدید من ببینم اینجا. ببینید یه آدم مریضی که 3 ساعت بشینه این همه تلفن بزنه، بعد هی با اون دستگاه شمارش رو عوض کنه، ولی این انقدر نادانه که همون یه صداست، همون آدم مثل معتادم هست، حالا بنگی هشیشی مشیشی کشیده. شما اینا رو نگاه کنید، از 1:54 تا 4:18 صبح، بعد شماره ببینید 859 هست، 240 هست، میاد اینجا
97 هست میاد اینجا 49 آلمان هست میاد اینجا 98 هست و هر آشغالی بخواد میتونه بنویسه. بهتر اینه که جواب ابلهان به قول معروف خاموشی باشه و ولشون کنیم توی سوراخ خودشون بمیرن و بسوزن و هرچی. یادم میاد سالها پیش یکی از این دوستان ترک که راننده کامیون بود دعوا کرد و اینها، بعد آقای فیلابی حرف قشنگی زد. آقای فیلابی گفت شما خودتونو بذارید جای این آدم، توی ماشین قرازه پر سر و صدای بدون کولر از صبح تا شب تنها، واقعا تنها، ماشینش رادیو هم نداره. حالا ماها هم $10 داده بودیم یه ماشین رادیو داشتیم، سی بی داشتیم با هم دیگه صحبت کنیم. گفت خب این آدم دق میکنه. اینایی که اینجورن مثلا میبینی، حالا نمیخواد بگیم سرهنگی، یه کاری بوده، بعد زنش اومده اینجا، زنه دیده آقا ولم کن، من اومدم اینجا آزادم دیگه، زیر دست این نمیرم، میره آرایشگر میشه، میره فروشنده میشه، دو کلمه انگلیسی یاد میگیره، دیگه میبینی هر مهمونی که میره این مایه آبروزی، طلاق میگیرن. یه مش آدمای طلاق گرفته تنها تمام دلخوشیشون شده این تلویزیونای ایرانی. و ببینید من بد استفاده کردم، به جای دلخوشی باید یه کلمه دیگه پیدا کنم، چون دلخوشی اینه که شما برنامه مورد علاقت رو نگاه میکنید، شب یه برنامه این آقای پتیک نگاه میکنه درباره سقوط هواپیماها، درباره ساختن پلها، درباره چیزای آسمان و فضا و اینها. ولی این احمقا، این نادونا میان میگردن ببینن کی حرفی میزنه که اینا مخالفن، بعد برای خودشون کار درست میکنن. و ما اگر عاقل باشیم اینا رو با اصلا محل نذاریم، بزنیم هی زنگ بزنه 3 ساعت اونجا وقتش تلف کنه، فردام زودتر از همه میاد بشینه پای تلویزیون ببینه ما راجبش حرف میزنیم یا نه. پس بشین تا زیر پاد علف سر بشه. میگن که متجاوز در زندان آمریکا قبل از کشته شدن عروس میشن اول. والا زندان آمریکا هنوز نرفتم خبر ندارم، ولی از تجاوزات تو زندان آمریکا فیلم ها هست روی یوتیوب، برید ببینید و ببینید که خود تلویزیون آمریکا هم نشون میده. اون فران لاین و اینا یه ماجرایی بود، اصلا زندانای آمریکا رو نشون میداد و میگه آقا این چیه؟ میگه کورکشن فسیلیتی. کورکشن فسیلیتی یعنی شما یه جایی که میری اونجا کورکتت میکنن، درستت میکنن، صحیحت میکنن. میگه آقا این چیه؟ طرف میاد میره اونجا، به قول شما حالا شب اول عروس میشه، بعد اون میدک میدک به اون یکی، اون میدک به اون یکی، بعد اینم میخواد قوی بشه، شروع میکنه ورزش کردن و خال کوفتن و تو صورتشون و تو گوششون و رو سرشون و اینا خال میکوبن. و زندانای آمریکا به دلیل اینکه یه عده ازش پول میسازن خیلی وضع خرابی دارن، تعداد آمریکایی‌ها هم به نسبت جمعیتشون خیلی زیاده. چون حالا ما میگیم این معلمه تو ایران مثلا تجاوز کرده، قاضی بچه‌ای رو که یه چیز کوچولو از یه فروشگاهی دزدیده، به جایی که بگه تو یه هفته برو جلو این فروشگاه وایسا بنویس که من اشتباه کردم چی دزدیدم، شما ندزدین، اینو میده به زندان. چرا؟ صاحب زندان به این آقای قاضی پول میده. برید دوستان ببینید این تو آمریکاست، هی نگید این مأمور جمهوری اسلامیه که اینو میگه، من دارم میگم این تو آمریکاست. حالا شما وقتی که آمریکا اینجوریه، جایی که شطور بود به یک قاز، از ملایی که رفته توی این حوزه ها مثل همون زندان سوار هم شدن، عروس میشدن، داماد میشدن، شما چه انتظاری دارید؟ ما اینو میگیم، میگیم بابا شما که از شاه سوئیس رفته انتظار نداشتی و اجازه میدادی شیشه نوشابه تو کونه جوانای مردم بکنه، حالا از ملا انتظار داری که با شما دموکرات باشه؟ خب خیلی احمقی. چون بهت میگیم احمقی و چون میفهمی که احمقی ناراحت میشی. بگم من احمق نیستی؟ دروغ بهت بگم؟ برو تلویزیونای دیگر رو نگاه کن، اونا میگن شما فرزندان کوروشی، اصلا از روزی که دنیا اومدی شما نابغه بودی، درست مثل شاه. اگه شاه نابغه بود 57 سال حکومت پدرش و حکومت خودش رو اینجوری مثل یک شیشه به سنگ نمیزد. اینا از خودتون سوال کنید، شهامت داشته باشید، بیا بگو شاه این همه خوبی ها رو داشت، اشکالش چی بود که حکومتش از بین رفت؟ بیان بگید
تمام پخش کنی، ولی اینجوری پیام گذاشتن اینا به سطل آشغال میرسه چون آشغال هستی. خب فرندشیپ، فرندشیپ این یه آقایی که اسمش هم یا افغانی بود یا عرب بود، معمولا خیلی از اینا جوانهای گی هستن، میان هی میخوان دوست بشن. میگیم خب دوست بشن، 20,000 تا داریم، چه خیلی از اونا دیدیم که ایرانی هن. حالا شما افغانی هستی، پاکستانی هستی، بفرما یا علی به قول ایرانی. اولی که میاد زرتی زنگ میزنه، میگم آقا این تلفن فیسبوک رو من جواب نمیدم، حالا هر اسمی وسیلش هست، مسنجر فلان، این شماره تلفن منه. میگه شما من زنگ بزنم جواب میدی؟ میگم نه، من اگه میخواستم با یه احمقی مثل تو صحبت کنم که باید هر روزم 20,000 ساعت داشته باشه، شما پیام میذاری من گوش میدم. راجع به پیام، آقای خسرو بهرامی عزیز، هی نگو من پیام گذاشتم شما پخش نکردی. آقا پیامی که شما میگی این آقای انصاری دروغگوه، چون به قول حسن علی که از حسین علی شنیده و حسین علی هم از باباش شنیده، من میگم اینجوری نباشه. شما بگو آقا آقای انصاری به خاطری که دختر پسر نوه خاله فرح پهلوی بود، رفت یه سری زمین بهش دادن، آمد یه خانه هایی رو ساخت بدون آب و برق، فروخت به مردم، آدرسش هم اینه. 4 نفرم زنگ میزنن میگن آقا ما یکیشو خریدیم، نه آب داشت نه برق داشت، خونمون هم از بین رفت. ولی یکی گفت، یکی شنید، اونا این بهش میگن حدیث. حدیث همینه که ما بدبخت مسلمونا گرفتارش هستیم. شما تو دادگاه هم اگه بری، وقتی که بگی من رفتم اداره پلیس، پلیس به من گفت، قاضی میگه وایسا پلیس اینجاست که من از خودش بپرسم، شما میگی نه، میگه this is hearsay. هیرسه یعنی حدیثه، یعنی نقل قوله، و ما اینجا با نقل قول کار نمی کنیم. بعد این فارسی نوشتن شما، حالا یا از دستگاهی که استفاده می کنی یا صحبت می کنی فارسی می نویسه، عزیز من اگه پاکش نکرده باشم بهت نشون میدم که چی می نویسی شما، منظور شما چی هست، اینجا چی نشون میده. یادم میاد اولایی که این گوگل ترنسلیت اومده بود، شما اگه یه شعر فارسی رو خیلی قشنگ میدادی بهش ترجمه میکرد به انگلیسی، حاصل این انگلیسی رو میدادی میگفتی فارسی بنویس، از اول تا آخرش میشد فوش، یعنی اینقدر خراب بود. ولی به اصطلاح بر اثر زمان و کرکشنی که مردم انجام دادن درست شد. آقای بها ابهری میگه باید از اخلاقیات جامعه تعجب کرده، از پولاریزه شدن اخبار که هر کسی فقط به اخبار دلخواهش گوش میکنه، مثل اینکه بعضی دوستان نمیدانند که خود خامنه‌ای هم در این باره اعلامیه داده و از قوه قضاییه اشد مجازات را خواسته. خیلی ممنون، و اگه اینجوری باشه خیلی خوبه، یعنی دیگه اینا الان به یه حدی رسیدن که میدونن آقا مردم انقدر عصبانی هستن که به خاطر یه بچه آقازاده یه دفعه آقا را هم از اون بالا میکشن پایین. دیروز یک ویدیوی از آقای نوریزاد دیدم، من 2-3 بار با نوریزاد مصاحبه کردم، حاصل صحبتام با نوریزاد این بوده که من فکر میکنم از روزی که وسائلش رو گرفتن، پاسپورتش رو گرفتن و ممنوع الخروجش کردن، این ناراحته و بر علیه اونها صحبت میکنه، و الا این با اونها بوده، فیلم ساخته، خورده، برده، شغل خوب داشته. روزی که اونها گفتن آقا برو کنار، این گفت که نه. حالا من اعتراض میکنم، میگه که یه نفر از دفتر امام بهش تماس گرفته، گفته آقا شما تشریف بیارید اینجا، ما پاسپورت ماسپورت و اینا رو هم بهتون میدیم و شما میتونی یه بار بری بیرون. این میگه یعنی چی یه بار برم بیرون؟ یعنی یه بار فقط برم بیرون دیگه نیام؟ این دنباله همون بحثیه که من در رابطه با آقای منصور اوساندو، در رابطه با اکبر گنجی، درباره با رابطه با محسن سازگارا، در رابطه با فخرآور، در رابطه با باطبی، در رابطه با صحتی، درباره یکی دوتا نیستن، گفتم بابا آخوند میگه من اینو نگه دارم برای چیه؟ هر روز بگیرم ببرم زندان آزادش کنم. آقا بی برو بیرون. اینا هم تا میرسن آمریکا از من شمایی که 40 سال اینجا بودیم، درس خوندیم، زن گرفتیم، زندگی کردیم، آمریکایی تر میشن، میرن 9 تا دوست دختر میگیرن و فلان بیستار، اینا میرن دنبال کارشون، بعد که کاراشون تموم شد برمیگردن میخوان فعال سیاسی بشن، به شما تازه درس بدن چجوری جنبش را بندازیم و اله و بله. در هر صورت راجع به
این FBI که گفته راوتراتون رو خاموش و روشن کنید، بهتون گفتم در رابطه با اینایی که زود میان اینجا آمریکایی میشن بهتون گفتم. دیروز یکی از دوستان من تماس گرفت و من داشتم رو ویدیو کار میکردم، به من گفت که اگر امکان داره چند دقیقه با هم صحبت کنیم. من گفتم که شما لطف کن پیام بذار و من واقعا از ایشون ممنونم که دو تا پیام گذاشت. نمیگه نه آقا من میخوام با خودت صحبت کنم. آقا خانم، شما وقتی زنگ میزنی با دستگاه، وقتی من میگم من اینجا تنها کسی هم که این دستگاه رو کنترل میکنم، خب دیگه داری با من حرف میزنی. حالا چیه؟ فقط میخوای اولش 300 باره بگی حالا حالتون چطوره؟ خب حالا چه کار میکنید؟ حالا حالتون چطوره؟ حالا چه کار میکنید؟ هوا چطوره اونجا؟ از اینا کم کنید، زتارف کم کن و بر مبلغ افزار. خبری از مبلغ که نیست. البته ایشون لطف کرد دوتا پیام گذاشت، پیامش خیلی جالب بود. گفت آقای سوربی، من یه دوستی دارم یا یه فامیلی دارم که اینها گرین کارت لاتاری برنده شده و خیلی جالبه، کسی که تو ایران ضد آمریکا، ضد اسرائیله، بچهش نمیدونم تو این حوزه ها و اینها نمره یکه، همه اینا میرن برای لاتاری ثبت نام میکنن. لاتاری یکی از کارهایی که من از روزی که از ذات این لاتاری با خبر شدم گفتم این کار اشتباهی است و اون بنده خدایی که تو آمریکا داره کار میکنه، داره مالیات میده و غیر قانونیه، با لاتاری ها رو بدن به اینا. امتحانش رو پس داده، نشون داده آقا آدم خوبیه، اومده اینجا زن بچه داره کار میکنه و دیگه نمیخواد FBI هم بره حالا تحقیق کنه. در اصل این دوستمون گفت این آدمه خیلی تندرو و طرفدار جمهوری اسلامی و من میترسم اگر من باهاش به اصطلاح صحبت کنم بعد که میاد اینجا، این از اونایی که خیلی هم عصبانیه، یه دفعه عصبانی بشه با ماشین مثلا بره بزنه به یک اسلحه بخره اینجا. شما 150 دلار برو یه اسلحه بخره، 200 دلار اسلحه اتوماتیک بخره، فلان اینها، یه دفعه بزن اینا رو بکشه. ایشون از من پرسیده بود که به نظر شما من باید گزارش بدم، کسی که رفته قبول شده احتمالاً سوء سابقه‌شو نگاه کردن، سابقه بدی نداشته و فلان اینا، حالا وظیفه من چیه؟ من نمیخوام از طرفی هم برم یه آدمی رو که بیگناه هست تحویل بدم. گفتم که اگر من باشم میذارم این بیاد اینجا، همون جوری که گفتم خیلی از اینا پاشون که به آمریکا رسید از من و شما آمریکایی تر میشن، دوباره مثل اونایی هست که بهشون میگن born again Christian، از اونایی که میگن دوباره زاییده شده مسیحی، از خود مسیح مسیحی ترن. دوستان دیدی اسمشون هست عبدالعلی محمدی، بعد میشه کشیش محمدی، بعد چه چیزای مزخرفی میگه که جیزس تو عمرش غلط میکرده اصلا همچین چیزایی بگه. گفتم بذار بیاد، تا اومد اینجا درگیر امریکار میشه و بچهش بفرست مدرسه و خانمش بره کلاس و خودش بره کلاس و اینا، ممکنه اصلا یادش بره که این قبلا چه غلطایی میکرده. ولی و سعی کن باهاش کاری نداشته باشی. اگر باهاش هستی و باهاش کاری داری، سعی کن برات دردسر درست نکنه. اگر دیدی اینجوره، یکی دو بار بهش بگو ببین برادر من، منم از آمریکا ایراد میگیرم، این دوستمون همشهریمون سوربی هم ایراد میگیره، ولی این رو میذاریم به پای خوبی های آمریکا که میتونیم ازش ایراد بگیریم، و الا یه روزی اگه قرار باشه همین آمریکا با یه کشوری بجنگه، همین سوربی پیرمرد میره میجنگه برای آمریکا. و فکر نکن چون این انتقاد میکنه تو هم مثل اون شاه اللهی احمق، مثل اون مجاهد اللهی نادان نباش که این چون انتقاد میکنه فردا حاضر یه بمبی هم ببنده به خودش بره جلو وایت هاوس. نه خیر. و اگه خواستی ریپورت کنی، گفت به کی میتونم ریپورت کنم؟ گفتم اولا به پلیس محلیتون، بعد کارت اونا رو بگی، کیسی که دادی شماره ایناشو بگی، بعدم به FBI مال فدرال هست، اصلا فدرال بیورو اینوستیگیشن اینجوریه، مال FBI، به اونا بگو. میگه بله آقای رهبر، ظاهرن این بچه باز مسئله تو سعید توسی باهاش دوست آشنا نبوده، حالا تمام مجازات ها را میخواد برای این ناظم مدرسه تلافی کنه، دهن مردم رو ببنده. خب اگر اینجوری بگه، مجید میگه ببین این چون
باهاش دوست نبوده گفته بگیرید این پدر سوخته رو تنبیه کنید، یا این مثلا گفته که خود این وقتی بچه بود به من نداد، حالا بگیرید پدرش رو در بیارید. اگرم هیچی نگن میگن خب آقا پس تو رهبری برای چی؟ پس بگو من مترسک سر مزرعه هستم. خیلی مشکله آقای خوشنودی، به این سادگی نیست. خانم فرشته ناجی حبیب زاده، خیلی خوشحالم که ایشون هم اینجاست. اگه اشتباه نکنم ایشون هم یکی از مجریان رادیو تلویزیون ها بوده و با سابقه، و نمیدونم همین ایشون هست یا نه، چون اون موقع من اسم شما رو به این طولانی ندیده بودم، فرشته ناجی حبیب زاده، و قرار بود اصلا یه برنامه‌ای بذارم در رابطه با ایرانیان، مشکلات ایرانیان، مخصوصا در رابطه با خانم‌های ایرانی و در این ایران. بله، در هر صورت من ببینید وقتی که یه نفر نظر میخواد، اولین کاری که میکنی، آمریکایی‌ها میگن put yourself in his shoes، یعنی خودتو به جای اون بذار. و من به این دوستمون گفتم من اگه جای شما باشم، وقتی این داره میاد نگاه میکنم ببینم چه کار میکنه، ببینم میاد و مشغول میشه و کار میکنه و اصلا دیگه یادش میره که آقا ایران کیه، اسرائیل کیه. بعد زندم دوست عزیز، ایران و اسرائیل الان دارن با هم صحبت میکنن، آمریکا و ایران دارن با هم صحبت میکنن از کانالهای مختلف، از همون بک کانالی بود یا بک چنلی که این آقای جرد کوشنر میخواست درست کنه برای روسیه، حالا اینا دارن این کارها را انجام میدن. این از خیلی خوشحالم آقای سهراب چمنارام اینجاست. آقای سهراب چمنارام کسیه که میگه سال 2020 تمام مشکلات دنیا حل میشه، همه این مشکلات هم با قانون اساسی که ایشون و دوستانشون تهیه کردن حل میشه. امیدوارم شما هم عمر طولانی داشته باشید تا 2020 که میشه سال 2020 باشید و ببینید. بله، اینم که دوست ما پتیک گفت آقای آریانپور یک مقاله خوبی رو روی بلاگشون گذاشته، من اون موقع تو واشنگتن بودم با این تلفن دستیم، گفتم اگه امکان داره برای من لینکشو بفرست. ایشون نوشته که آقا توی بلاگش هست. خب عزیز من میدونم اگه میتونستم اون موقع بلاگشو تکس کنم پیدا میکردم. آقای عبداللهی هم اینجاست. آقای عبداللهی هم در رابطه با شیر و خورشید مخصوصا قسمت نوینش پرسیدیم، ایشون گفت اگر وقت کنم به اصطلاح جواب میدم، پاسخ میدم. و برای من خیلی عجیبه که این دوستانی که این انجمنها رو راه میندازن نمیدونن یکی از قسمتهای انجمنداری، جنبشداری، سازمانداری جواب گفتن به اونهایی هست که سوال میکنن، چون افرادی که میخوان بیان به شما بپیوندن سوال میکنن. یا بنویسید برنوشته، یا یک ویدیو درست کنید مشروع برای همه بذارید، یا یه ویدیو بذارید اگه دیدید یه سوال جدیدی اومده دوباره پاسخ اون سوال رو هم به اون ویدیو اضافه کنید. و هر کی گفت آقا مثلا سالیانه ما چند باید بدیم که عضو بشیم، شما بگو تو این ویدیو جوابش هست. در صورت من نمیدونم، من اگر یک روزی قرار بشه یه جنبشی، چالشی، مالشی راه بندازم، یه وقتی رو برای جوابگویی مردم میذارم، همین کاری که با تلویزیون مردم انجام میدم. و سالهاست، از سال 2003 امکان نداره یک نفر جواب به اصطلاح ایمیلی، تلفنی، سوالی کرده باشه و من جواب نداده باشم، تا روزی که رسیدم به جایی که دیدم روی فیسبوک بجز کلکل کردن و تلف کردن وقت هیچ نتیجه ای نداره. گفتم روی فیسبوک به کسی جواب نمیدم. اگر کسی فیسبوک داره پس میتونه روی اینترنت باشه، با ایمیل میتونه روی اینترنت باشه، با تلفن‌های مجانی گوگل و اینها، با گوگل. به کسانی که با از طریق تلفن 202-695-2573 همین الان هم داره نشون میده اینجا تماس میگیرن، پیام میذارن، سوالی داشته باشن، اگه من جوابش رو بدونم جواب میدم، اگه ندونم میگم که اینو نمیدونم، چه خوب شد شما پرسیدی، منم برم یاد بگیرم. این از این. اونایی هم که ایمیل میفرستن جواباشونو اگه بدونم باز همین براشون میفرستم، خوشحالم میشم. و جوابشم ندونم میگم که میرم سوال میکنم، میرم یاد میگیرم، به شما میام میگم.
منم هستم. تو که شدی ناصر ملک مطیع، این آقای سم دوست خوبمون که خیلی چی من ازش یاد گرفتم توی چند سال گذشته و تعجب کردم که اون روز راجع به این آقای ولیعهد مطرب نوشتود، خب من تام تار میزدی منم فلان موزیک میزدم، گفتم آقا جون اون فرق میکنه با من و شما، ببخشید اینو میگم، اما خود منم با شما فرق میکنم. منی که تار زدم خیلی جاها وقتی میرم اونا به من میگن سوربی هنوزم تار میزنی؟ آقا بری تار بزنی بهتر از اینه که برنامه تلویزیون داشته باشی. ولی شما چون یک معلمی هستی، حالا شاید چون معلمم هستی تازه زیر ذره بین باشی، یک فرد معمولی جامعه هستی، ممکن کسی کارت نداشته باشه و شما دیگه اقلا اجازه بده آقای سوربی نظرشو بگه. حالا با صورت مطرب گفته، خواسته اینو چی میگن پوت داون کنه، دوست داره ولش کنه. شما که اومدی نظرتو گفتی و رفتی، ولی به نظر من آقای رضا پهلوی اگر بچه باباش باشه، چون شایعاتی هست که بچه باباش نیست، اگر از باباش به ارث برده باشه، باباش هم میخواسته هنر پیشه بشه. باباش هم وقتی با ثریا فرار کرده بودن، اومده بودن بیرون، گفته بود بابا بیا بریم یه مزرعه بخریم، دنبال به اصطلاح مزرعه داری و گاوچرونی و اینها، ذوق اون گاوچرونی و کاوبوی شدن و هنر پیشه شدن اینا تو مغزش بوده که بدبخت هیچی هم نشد، نه شاه خوبی بود، نه نابغه‌ای بود، نه سیاستمداری بود، نه هیچی، نه ارتشی خوبی بود، یه آدمی که گیج شده بود. چرا گیج شده بود؟ این چیزی که من به شما میگم، به بچه‌تون نگی آقا تو باید دکتر بشی. این باباش بهش گفت تو باید شاه بشی. دید که چه شاهی هم شد. عجب شاهی. بعد ساعت 2:12 است. من امروز برنامه رو یه مقدار زودتر شروع کردم، دلیلش اینه که میخوام اون پیام دوستمون رو که اینجا نشون میده 22 دقیقه است، اون رو پخش کنم. و بله، این ماجرای تجاوز به بچه‌ها و اینها همینجا دوستان تو آمریکا، بچه‌های مدرسه رو شما ولش کن، استاد دانشگاه در حد ژیمناستیک بین المللی، دکتر دانشگاه به بیش از 300 نفر دختر تجاوز کرده. دختره از روی این خرک و چهار نمیدونم چیزای مال ژیمناستیک دست و فلان اینا مثلا میافتاده، قوزکش جابجا میشده، این قوزکشی که ماساژ میداده بعد میگفته باید یه روشی هست، ببخشید اینو میگم، من انگشتمو بکنم فلان جات، از اونجا اعصاب تو کنترل کنم، اون بدبختم خوابیده رو تخت خبر نداره. البته الان اومدن 500 میلیون دلار از همون دانشگاه میگیرن و ما داریم اینه میگیم. این آقا رو الان انداختن زندان، از این ایالتم به اون ایالت، اونم میگه یه بارم برای ما بندازه زندان، اینم میگه یه بارم برای ما دو بار عمرشو بنداز زندان. ولی من میگم که ای کاش اینا رو آزاد کنن که یکی از فامیلای همینا بره تقی با یه تفنگی بزنه کشته بشه، که طرف ببینه آقا اگه رفتی تجاوز کردی به بچهای مردم، بعدش این نیست که بری تو زندان تا آخر عمرت اونجا هم جنسگرایی و عروس داماد و فلان اینا بشی، یکی پیدا میشه بکشته. یه فیلمی بود مال چارلز برونسون توی نیویورک رو نشون میداد که این آدم های لات و لوت و نمیدونم مزاحم مردم میمدن، پولای مردم رو میگرفتن، به زنها تجاوز میکردن اینها، و فکر کنم اگه یادم باشه زن خودشم تو این فیلم بازی میکرد، چون فیلم های چارلز برونسون بیشتر زن خودش که بعدم فوت شد زودتر از خودش و زنش حالا کشته شده اینا، درست یادم نیست، ولی این گفت که خب اگر پلیس گرفتاره ای که ببینی ای آقا شما به جای 25 مایل 30 مایل رفتی، نگهت داره و بیاد با جلیسکو و با باتون و با دو تا چی و اینها تیکت به تو بده، بعدم که بره خونه احساس کنه که چه نجات داده این جامعه رو، گفت من خودم قانون رو در دست میگیرم. و میومد شب مینشست توی قطار، موقعی که این لاتولوتا میمدن، تا این لاتولوتا مزامی یکی میشدن، تقی میزد طرف رو داغون میکرد. و خلاصه این فیلم رو بفرستید اگر باشه نگاه کنیم و بد نیست. آقای سوربی از گرده همایی حمزه پور چه خبر؟ میگن 30,000 از اروپا آمده بودن. آقای یوسفی دوست عزیز، اون کسی که گفته 30,000 نفر از اروپا آمده بوده، شما خبر اونو پخش کن برای ما. آقا 3 نفرم نیومدن، کنسل شده،
بذار زنگ بزنی به حمزه پور ببینم من شما ددویش. بله خیلی ممنون. این سم نوشته که ددویش چارلز برانسون مووی. اسم زنشم خیلی خانم قشنگی بود و ما ایرانی هم یه احساسی داشتیم وقتی یه زن و مردی دوتاشون زن و شوهری دوتاشون تو فیلم بازی میکردن یه احترام خاصی براشون داشتیم. بذارید ببینیم به این حمزه پور بگیم آقا چی شد با این همه باد و طوفان و اینا هیچ غلطی نکردی که حمزه. ببینید دکترم نوشتیم. حالا ببینیم خودکشی نکرده باشه. جواب بده حمزه پور. صداش میاد دوستان اونجا؟ این قرص رو من قرار بوده صبح بخورم، هرچی فکر میکردم خوردم نایدن یادم نمیمد. حالا ببینم اینجاست. روزم باطل نشه. برای که روزتون باطل نشه باید دوبار بخورم. آقای دکتر حمزه پور سربی هستم. قبل از برنامه‌تون شما در رفتید و حاضر نشدید صحبت کنیم، چون من انتظار داشتم که برنامه شما به جایی نخواهد رسید. حالا که به جایی نرسید و کنسل شد، شما بیا بگو که چی بوده ماجرا، چون الان شایعاتی هست میگن شما از عربستان سعودی پول زیادی خواستید، اونا بهتون پول ندادن چنین و چنان. در صورت شماره تلفن من هست 202-695-2573. میتونید تماس بگیرید با هم صحبت کنیم یا پیام بذارید و بگید چی شد. من حتی شنیدم که آقای کنت تیمرمن هم میخواست بیاد براتون صحبت کنه. با آقای تیمرمن گفتم والا خجالت آوره که شما با دیوانه هایی مثل حمزه پور و حقا میخوای همکاری کنی. گفت من چون به ترامپ باور دارم میخوام برم این کار رو انجام بدم. حالا برای اونم نوشتم، گویا هیچ خبری نیست. در هر صورت اگر لطف کنی زنگ بزنی، من یادمه این شهرام همایون هرچی تلاش کرد از شما یه پولی بگیره تبلیغ کنه دو نفر بیاره، شما نم پس ندادی. دوستان هم میگن هرچی پول گرفتی خودت خوردی، چون خسیس هستی و به همین دلیل هیچ تظاهراتی برگزار نشده. آخه تظاهرات هم کسی که خواهد بذاره نمیاد لانگ ویکند بذاره. کلن همه کارت خرابه آقای حمزه پور. من سالهای سال شما اینجا میشناسمت و کارهایی که انجام میدی بیشتر شبیه یک دلغکه تا یک رهبر جنبش. منتظرت هستم. خدا نگهدار. 202-695-2573. درست دو دقیقه دوستان. آقای حمزه پور الان با آقای نه اذیت نکن آقای خوشنودی، تو اینو مینویسی یه بند خدایی میاد میگه آقا تو صفحه تلویزیون مردم گفتن الان آقای حمزه پور با ترامپ برنامه داره. اولا ترامپ چنان تو چاه مسترای افتاده که هر کی بره باهاش بوی گندش خفش میکنه. خودشون دیدیم میگن حاضره بیاد بشینه با میرر صحبت کنه، ولی راجب به اصطلاح یه چیزی دارن اینجا در رابطه با قانون میگن، کسی که بره دستکاری کنه سیستم قانون و پرونده قاچاقی علکی درست کنه و اینها، و میگن اون جرم داره میاد سراغش که اون جرم چون این رئیس جمهوره ایمپیچ میشه. ایمپیچ یعنی همون استیزا کردن و برکنار کردن. وقتی برکنار شد ممکنه اون جرما رو هم بتونن به اصطلاح به سزای اعمالش برسونن. بی صبرانه منتظر اون روز هستن. ننویسید اینجوری. آقای یوسفی هم مینسه جناب سربی کنسل نشده، فیلمش آمده بیرون. عزیز من این فیلمش که آمده بیرون سینما دم کلی که تو نرفتی فیلمشو ببینی، روی یوتیوب فیلم رو بفرست که طرف بگه آقا این فیلم مال 7 سال پیشه، این که مال جمعه 25 می نیست که. من اینجا بودم، من روز جمعه تو واشنگتن بودم و هیچ خبری نبود. چون هیچ خبری نبود تو برنامه گفتم خانم دکتر جیلانی از پاریس نوشت کنسل شده. حالا شما میگین نشده، شما بیا نشون بده دیگه، بگو این آقا این فیلمش، اینم پولی که از عربستان گرفته. در هر صورت شایع شده
که این آقا رفته تو سفارت گفته من یه هم سفارت عربستان گفته من یه همچین کاری میکنم، اونا هم گفتن فکر خوبیه. بعد که این رفته و گفته من این کارو میکنم، از ایران میارم، از آلمان میارم، از اروپا میارم، گفتن خب چند پول میخوای؟ گفته 200 میلیون دلار. گفته آقا برو پشت سرت هم دره ببند. ایرانی ها معمولا 20,000 دلار 200,000 دلار در اصل همین. و آقای صبری حسن پور آخه میگه من در بیمارستان بستری هستم، در اسرع وقت بعد از مرخص شدن در خدمتتم. خب خیلی خوب شد آقای حسن پور که اینو نوشتی که ما حالا بریم جزء اونایی که دعاگوت باشن، امیدوار باشن که شما به زودی زود از بیمارستان بیای بیرون و برای ما بگی آقا چه گذشت. شمایی که رفتی ایران، خب شما مگه ایران رو نمیشناختی؟ شما مگه به مردم نگفتی آقا اینا جانی هن، دیکتاتور هن، خطرناک هن؟ خب حالا چرا رفتی تو دهن این وحشی ها؟ بعدم که رفتی اونا چه کار کردن، چی گفتن، چند سال جرمت بود، جرمت چی بود و اینها. در هر صورت من بارها وقتی هم شما نبودی گفتم آقای صبری حسن پور آدم خوبیه، یه مقداری عصبانیه، آدمای عصبانی آدمای خوبی هن. ولی از این برم پشت سرت اون روز گفتم خیلی از اینایی که میرن زندان بهش میگن ببین یک بار پریدی ملخی، دو بار پریدی ملخی، آخر به جو چی میفتی؟ خلاصه بهش میگن که دفعه دیگه اگه بگیریمت مثلا گوش راستتو میبریم، دفعه دیگه اگه بگیریمت گوش چپتو میبریم. یکی میاد میگه آقا شما 100 بارم منو بگیری، هر بلایی هم سرم بیاری، من حرفامو میزنم. یکی میاد راهشو میکشه میره کنار، بعد میگه آقا همون یه شب زندان، دو شب زندان، 6 ماه زندان برای 7 جدم بس بود. شما جزء کدومش هستی؟ مستاجرتون تو مسنجرتون فرستادم آقای سوربی داره با یه خانم مصاحبه میکنه و عزیز من چرا تو مسنجر من همینجا بفرست که دیگران هم ببینن قضاوت کنن؟ من دوستی داشتم که میخواسته با دوستش از یه شهر بیاد اینجا، نیومده. چون وقتی تماس گرفته بلیط میدیم هتل، آقا همینجا لینکشو بفرست، همینجا لینکشو بفرست که 4 نفر دیگه هم نگاه کنن، اون 4 نفر برای تاریخشو بنویسن بگن آقا این که اصلا مال فلان موقع است. چرا میذاریم تو مسنجر آدرس عوضی ما میدی؟ خب اینم عزیز، با درود به شما آقای سربی عزیز، خانم فری شوبری اینجاست. دوستان چون خانم شوبری اینجاست اجازه بدین که ما باز یه بار دیگه درباره بیزینسی که ایشون و همسرشون مایل هستن به اصطلاح واگذار کنن بگیم. شما هم اگر مایل هستید با خودشون تماس بگیرید. من حتی اگه تلفنم بگین شماره تلفنشون چیه، میگم تو برنامه نشون دادم، برید از توی برنامه ببینید بنویسید. چون بعضی وقتا فکر میکنم بعضی از این آدما آدمای مزاحم، آدمای بیزندگی، آدمای پوفیوزی هستن که از بیکاری میخوان این کارو انجام بدن. این شماره تلفنشون. ما تصمیم گرفتیم، ما خانم شوبری و همسر گرامیش آقای لطفی مثل داداشم، ما تصمیم گرفتیم که پس از 7 سال بیزینس خود را واگذار کنیم. در صورت تمایل با ما تماس بگیرید. شماره تلفنشون هست 203-545-3166. ریک چی هم بهتون نشون میدم، اون جایی هم که میخوان واگذار کنن اسمش هست جینیز هوکا لانج. جینیز ما آخر این جینیز رو اسپلش یاد نگرفتیم، جنی، بله همون مثل جنی خودمون. اوکی ببینیم اینجا اینه، این صفحه هست. اینجا اگه آمدید شماره تلفنشون رو دیدید این هست، نشون میده که درسته. ولی به ایشون گفتم که شماره تلفن دستیتونم اینجا بنویسید که هنوز وقت نکردم. خانم شوبری یکی از اونایی هستن که میگن 24 ساعت در یک شبانه روز کافی نیست. حالا امیدواریم یک جایی بشه که 72 ساعت بذارن تو 22 یه شبانه روز تا ماها به کارامون برسیم. اگه آمدید اینجا آدرس رو دیدید، اینجا ببینید این آدرس 94 ویلیام استریت نیوپورت رود آیلند هست، این درست. اگه شماره تلفن رو دیدید 401 619 37 70 هست، این درست.
و از طرفی شماره چی هم اینجا اینه به اصطلاح شماره دستیشون. ما تصمیم گرفتیم که پس از 7 سال بیزینس خود را واگذار کنیم، در صورت تمایل با ما تماس بگیری. یکی دیگه گفته بود که آقا جایی که قلیون میکشن اجازه خوراک درست کردن نمیدن. گفتم آقا همینجا این بابالو، همینجا این نمیدونم فرن، همینجا این زیتون، همینجا 10 تا رستورانش، و تو رو به جدتون نکنید دوستان، والا جامعه خودمون رو اینجوری به اصطلاح از داخل پوک خالی تهی نکنید. خب به به، خوشحالم که داریوش عزیزم آمده. کاکو سربی، این حمزه پور باید اول به کلاس ویژه دلغکی پیش حقا دوره بگذرونه. حالا من اگر به دوستان بگم باید بیاد از داریوش یاد بگیره، یه وقت خدای نکرده اونا فکر نکنن دارم به شما توهین میکنم. داریوش اگه کارهای قشنگش رو بفرسته ما تو تلویزیون مردم نشون بدیم، و شما میبینید که ایشون میتونه استاد باشه برای درس دادن. استاد بودن در کار تئاتر و اینا دوستان کار آسونی نیست، هنرپیشه بودنش کار آسونی نیست، چه رسیده به این که استاد بشه. بله، میگه کدام جنبش پول هواپیما هتل را میدن، پول غذا دارم، اسم من را هم بنویس تا برم برای اون روزا مرخصی بگیرم. زنده باد هر کس که اونا میگن. نمیدونم، باید تماس میگرفتی. الان شماره تلفن حمزه پور رو میدم، شما تماس بگیرید بذارید سر کار، چون تو پیامش هم گفته، تو برنامه‌ام هست. آقای جهانگیر شادانلو که توی فیسبوک با اسم جهان شادانلو میتونید پیداشون کنید، چون اون فیسبوک قبلیشون جهانگیر شادانلو دوچار اشکال شده بود، نوشتن سلام جناب سربی، برای آگاهی حمزه پور همکار دوستان ساواکی و سلطنت طلبان و آقای رضا پهلوی هستند، و قبل از انتخابات آقای ترامپ این مطلب را آقای معتمد که در ساواک و مسئول شنود ساواک بوده برای من گفتن، و خوشحالم بودن که توانستن ایشان را در کمپین انتخاباتی آقای ترامپ وارد کنن. آقا این آقای حمزه پور اینجا دلغکه، اینجا مثلا تولد فلان دکتره، اینم میاد اونجا یه مشتی جوکی میگه و قه 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 با صدای بلند میخنده و میره. همه جاش هم قلابیه، زانوش قلابیه، کونش نمیدونم لگن خاصرش قلابیه، دیگر خدا میدونه چیای دیگرش. این دیوانه است. حیف کلمه دلغک که ما به این بگیم. بذارید من شماره تلفنشو بگم، شماها زنگ بزنید از خود حمزه پور سوال کنید. 703 749 46 86. توی پیامش هم دیدید که شماره تلفنشو میگه، ولی من یه روز زنگ زدم بهش گفتم میخوام قبل از اینکه شهرام همایون باش مصاحبه کنه، گفتم من میخوام باهات مصاحبه کنم. گفت بسیار عالی. گفتم ولی اگه اومدی تو مصاحبه آبرود رفت مثل حخا، گفتی دکترم، گفتم دکترات مال کجاست، چه رشته خوندی، این که میگی پول از کی میخوای بگیری، تو که به مردم میگی بیاین، ممکنه رضا پهلوی هم باشه، رضا پهلوی بهش چی گفتی، اون چی جواب داده. گو آقا میدونی اصلا من وقت ندارم. گفتم وقت داری، شهامت و جرأت نداری، چون شهامت و جرأت دنبال صداقت و راستی میاد، تو اون دوتا رو نداری، اینا رو هم نداری، هیچی نداری. شماها بی وجدانید، بی شرفید، و هر کسی یه پول بهتون نشون بده مثل سگی که استخون بهش نشون میدن دم تکون میده، شما اونجوری هستید. آقای حخا یه سری پول اینور اونور بهش دادن که چه دزدیایی کرده بودن، که بعد میگم نمیدونم طرف 26,000 دلار برای من چک فرستاده بود، اون تلویزیونه برداشت دوباره فرستادن. آقای فولادوند همین غلطا رو انجام داد، طرف رفته بود یه زن پولداری اینجا میگفتن شایع شده بود که 2,000,000 پول خونه و زندگیش داده به این، فکر کرده این پخیه، حقیقتا هم پخی بود، فکر کرده بود این مالیه، ولی دیده بود این مالی نیست، همون پخ. خب یعنی این شوخی های ما لازم بود بگیم شوخیه، از جمله جلسه ترامپ و حمزه پور. بله شما مدیا رو دست کم نگیر آقای خوشنودی، همین ترامپ شارلاتان یکی از روشاش همینه، یه دروغ و یه شوخی رو راه میندازه. بعد دیشب تو تلویزیون میگه وقتی این دروغ و شوخی رو میگه، اونایی که طرفدارشن اینو گوش میکنن، میرن دنبال کارشون، تویی که مخالفی میری تحقیق میکنی میبینی درست نیست.
ولی اون رفته، اون بدبخت کارگر بی دندونی که از 32 تا دندون دو تاش مونده، اون رفته، اون خر شده، اون نادان بوده نادانتر شده. اینه که شما این شوخی رو می‌نویسی. من که همه این دوستان اینجا که هستن نمیدونم ضریب هوشیشون مثل سم باشه، مثل آقای شادانلو باشه، مثل داریوش باشه، نمیشناسم که. یه نفر میگه آقا اونها برو نگاه کن توی فیسبوک برنامه سربی نوشته. تازه مثلا ممکنه خیلی هم به من اطمینان داره، میگه آقا سربی که من 20 سال ازش یه دروغ نشنفتم، برو نگاه کن اونجا گفت. بعد یه چی هم بگم، حتی نمیگه نوشته، میگه آقا سربی گفت، دیروز گفت. بابا been there done that، یعنی سر ما اومده این ماجراها، میدونی. در هر صورت خب اینم از این. خوشحالم خانم بریه جیلانی هم اینجاست. از خانم جیلانی سوال میکنم، خانم جیلانی آیا کسانی بودن در پاریس که مایل باشن بیان در این تظاهرات شرکت کنن؟ و شما چجوری متوجه شدید که کنسل شده؟ چون این دوستمون رفت که لینک رو بیاره، فعلا ازش خبری نیست. جناب سوربی، آقای صبری حسنپور در ایران بستری هستن و یا آمدن بیرون؟ سلام مرا هم به ایشان برسانید. من فکر کنم آمدن بیرون آقای شادانلو، و دوستان گفتن که برگشته به هلند. این یقه ما هم رفته بالا. خب و اما بذارید ببینیم، ساعت 2:31 من این آگهی والنتاینم به شما نشون بدم. اینجا رو ببندم. چی شده؟ آف گفت آمد دید رفت کافه دید همه چراغا آف. بله، اینجا میگه که خرید، فروش و معاوضه اتومبیل در خدمت شما. تماس از ما خدمت از ببخشید تماس از شما خدمت از ما. شماره تلفنشون هست 301 735 75 53. با هم ببینید و این ویدیو رو هم شاید دیگه خودم منتظر آقای بیژن جعفری نشم و یک ویدیوی موزیکی که باز دوباره نوشته که آقا من لینک رو در مسنجر فرستادم خدمتتون. آقای یوسفی کاکو جون چرا اذیت میکنی؟ مگه لینک رو با پونی اکسپرس فرستادی؟ لینک رو یک کاپی پیست بزن بفرست اینجا. چه دلیلی داره که فقط اونو تو مسنجر میفرستی؟ شما که داری اینجا با من صحبت میکنی، مثل که من توی مجلسی نشسته باشم، شما یه حرفی بزنی بگم خب نشون بدید، بگی نه اون هست ولی بلد میفرستن تو ماشینت، خب بفرست اینجا دیگه قربونت برم. بله خانم شبیری میگن rules and regulation are who call. نه اصلا این چیزا رو نمیخوایم بگیم، ولش کنیم. call me at 303. شما شماره رو اشتباه نوشتید. خیلی خوشحالم چون اون دفعه من 202 رو 303 نوشتم، یه چیزی اینجوری، و شما شماره رو اشتباه نوشتید. کلن این به اصطلاح پیام رو من پاک میکنم با اجازتون، یا خودتون پاک کنید که ببینید شماره رو اشتباه نوشتید. بله خانم جیلانی از پاریس نوشتن که آقای ادیبزاده که به عنوان روزنامه نگار میرفتن به آمریکا بلیت خریده بودن، ولی بعد آقای حمزه‌پور خبر میدهند که برنامه کنسل شده، اما آقای ادیبزاده بلیت خریده بودن و مجبور بودن که بروند و مسافرتی برای دوستان تبدیل شد. اینم از این ماجرا. خب همینه دیگه، بلیت مفت احتمالاً بهشون دادن. اگرم ایشون از قول من ازشون دعوت کنید خانم جیلانی تا بیان مهمون ما باشن، بگن چجوری یه خبرنگار یک آدمی رو که اصلا به این پوچیه یه دفعه میگه آقا من میخوام افراد کپی پاسپورتشون رو بفرستن من براشون ویزای آمریکا بگیرم، اونم افراد ایرانی که الان اون کسی که ویزای آمریکا رو داشته الان میخواد بیاد اینجا دوچار اشکاله، ولی اینشون ندیده و نشناخته هر کسی پاسپورتشو کپیشو. شما زنگ بزن به اداره ایمیگریشن، زنگ بزن به اداره نمیدونم چی میشه، استیت میشه دیگه، وزارت امور خارجه، بگو اصلا امکان داره یه نفر برای یکی دیگه ویزا بگیره مگر اینکه وکیل باشه؟ و این آقا اصلا وکیل هم نیست، این توی دفتر مال چیز کارچاپ کنه، شاید سماور روشن میکنه.
من را دعوت کردند برای آمریکا، من خندیدم و خندیدم، همه به خنده افتادند و من هم گفتم همینم مونده. خب برای که شما شخص عاقلی هستید، برای که شما در طی سالیان فعال بودنتون بارها از این دلغک‌ها دیدید که آمدند و رفتند و دیگه این بار چی میگن حاضر نیستید بدون دلیل، بدون منطق و الا اگر همچین چیزی هست باشه، من چیزامو میفرستم. کجاست؟ مهمونی در فلان دانشگاه است. مهمونی رو استیت آف ویرجینیا چیز میخواد انجام بده، فرمانداری ویرجینیا، دعوتنامه میفرستن میاد. من میتونم اسم شما رو بدم فلان دانشگاه دعوتتون کنه برای صحبت؟ شما میگی بله، ولی من نمیتونم بگم من شما رو دعوت میکنم بیا تو جورج میسون صحبت کن. همینه، تا من بگم شما میفهمی من آدم روانی هستم. شما که دیگه جامعه شناس هست. Sorry, I didn't use my reading as that's why 203. بله، شماره تلفن من گفتم دوستان عزیز، شماره تلفن تماس 203 هست، 203-545-166. و اگرم میخواین با خانم شوبری روی فیسبوک چیزی بنویسید، در این قسمت عمومی ننویسید، در قسمت خصوصی بنویسید که من شرایطم اینجوریه، اینجوری میخوام این انجام. بعدم شما میتونید برید ببینید بابا یه جای قشنگ و دیدنیه، مخصوصا در این ایام از حالا به بعد که قایق و قصر و منشن و آب و اونجا اصلا یک آسمان زیبایی داره، باور نکردنی وقتی میری رانندگی میکنی یه آسمان زیبایی. خب بیایم امروز با آقای انصاری صحبت کردم، آقای انصاری گفت دنبال کارت هستم که 3 برنامه شمع و گل و بلبل تحویل شما دوستان بده، مخصوصا سلطنت طلبا. سلطنت طلبا میشه باهاشون تا کرد، طرفداران پادشاهی هم میشه، ولی شاه اللهی یعنی کسی که فکر میکنه شاه بت و خدا بوده، این هیچ فرقی با خمینی و حزب اللهی نداره. منم کاری به اونها ندارم. آقای کاووسی، سعید کاووسی، اتفاقا اون روز اسمش آوردم و گفتم که اون شهری که آب گرفته توی اینجا چی اسمش؟ مریلند، نزدیک کاووسیه. گفتم کاش که یک گزارشی میداد که مثل که خیلی مشغوله. سم میگه کدام سفارت، کدام کشور کپی پاسپورت را به جای پاسپورت قبول دارن؟ حتی وکیل آمریکایی هم نمیتونه روی کپی پاسپورت مهر ویزا بگیره. من از وکیل پرسیدم. خب ببین، این نشون میده شما هوش داری، عقل داری، فهم داری. به جایی که بیاد کپی پاسپورت رو بدی دست یه نفر که معلوم نیست فردا این میمیره، این پاسپورت تو مشخصاتت کجا به اصطلاح اندب میکنه، کجا سردر میاره، سرانجامش چی میشه، رفتی پرسیدی آقا همچین چیزی میشه؟ ولی این کیه؟ این کسی که تو آمریکاست، احتیاجی هم نداره. پرسیده برای دیگه، احتمالاً دوستاش گفتن آقا ما شنیدیم یه همچین چیزی هست، ما میتونیم بیام آمریکا. این گفته بابا جون این دروغ میگه، این مردی که دیوانه است. یک کلمه پیدا کنیم که به دلغکا توهین نشه. گرچه یه فیلمی ساختم برای دلغکا، خیلی ترسناک بودیم، بیچاره دلغکا گفتن آقا کارمون از دست دادیم، الان دیگه مردم میترسن دلغک استخدام کنن برای جشن‌های تولد و اینهای برای بچه‌شون. دستان ممنونم دوستان که شما با ما هستید. اجازه بدید من یه چند تا از این نوشته هایی رو که براتون چند روز گذاشتم اینجا بخونم، بعد به عنوان حسن ختام برنامه اون ویدیو، ما معمولا صحبت های دوستمون رو از خلیج فارس وسط برنامه پخش میکنیم، ولی به خاطر اینکه دارم تلاش کنم برنامه ها رو مدتش کمتر کنم، برنامه آدیوی امروز ایشون رو به عنوان حسن ختام برنامه استفاده میکنم. روز جمعه با شما خواهیم بود، احیانا اگر آقای امیر حسین لادن وقت داشته باشن ساعت 3 من باهاشون قرار میذارم، به شرطی که تا اون ساعت من رسیده باشم از واشنگتن. اگر نرسیده باشم ممکنه برنامه جمعه اصلا باطل بشه یا برنامه نذاریم، دوشنبه با ایشون باشیم. ولی دوشنبه ها فعلا جوندارترین برنامه است. 2 ساعت با کانون آوا هستیم، 2 ساعت سربی با مردم هست، و اگر مهمونی هم داشته باشیم در اون بند.
سوالات حاضر شده بود برای آقای لادن درباره مصدق نفت، ملی کردن نفت و یه چند تا سوال اینجوری که ایشون نتونست، براش مشکلی پیش آمده بود و نتونست بیاد اینجا. خب اینم این. بله خانم بهیه جیلانی میگه من هرگز حاضر نیستم با گروه های حاضر شریک و همقطار شوم. خب خدا پدر و مادرتون بیامرزه. ما چند روز پیش به این دوستون افشین عبداللهی همشهری گفتیم آقا شما برو اسم 5 نفر رو بنویس به من بده که اینا رو قبول داری بنویس. البته من منتظر بودم که تا اسم یه نفر رو نوشت بگم خب مگه این سابقهش بیشتر از شما نیست؟ اگه قبولش داری چرا نمیای پشت سرش وایسی؟ چرا نمیای بغل دستش وایسی؟ چرا رفتی میخوای پرچم شیر و خورشید رو علم کنی؟ و نیست، اعتماد رو از بین بردن. کی اعتماد رو از بین برد؟ فولادوند. کی اعتماد رو از بین برد؟ حخا. کی اعتماد رو از بین برد؟ حمزه پور دیوانه روانی. کی اعتماد از بین برد؟ تیمسار روانی احمق. کی اعتماد از بین برد؟ آقای دکتر فروتن، ایمان فروتن، عقب افتاده، مطرب عقب افتاده. خب این آقا کیبورد میزنه، گیتار میزنه، بیاد بره این رضا پهلوی هم تنبک میزنه، برن با هم یک گروهی اسمشم بذارن ریتاردد میوزیشن، مطربای عقب افتاده. والا به این ریتاردد هم نباید توهین کنه. خب اینم از این. ببینم مردم سالاری هم، مرد سالاری هم حدی داره. این دوستان درباره سازمان مجاهدین نوشتن، برای من خیلی عجیبه. اون روز این آقای گلن ترشیزی نوشت خیلی از اینایی که حرفای اینجوری میزنن من قبول ندارم. آقای ترشیزی، این خانومه فرشته اسمش رو یادم رفته، این 32 سال یکی از مقامات بالای سازمان بوده، چند سال اومده رفته ساکت مونده، حالا داره حرف میزنه. شما حتی به عنوان یک هوادار به کسی که 32 سال باورش داشتی یه احترام نشون بده، حرفشو گوش کن. خب به به، آقای امیر منصور آریا، ایشون هم یکی دیگه از اون فرماندهان جنبش هایی هست که ما تا امروز هیچ جنبشی از اینها ندیدیم. یه بارم ما قرار گذاشتیم با هم صحبت کنیم، چون این علی ترابی عقب افتاده معتاد بنگی به من گفته بود آقا این یه چیزایی میگه. گفتیم خب بیاد بگه. این آقا که رهبر جنبش هست و ارتش دا ارتش نمیدونم ارتش بود هست که نه به سنش میخوره نه به عکسش میخوره، نتونسته بود تایم آمریکا رو پیدا کنه. میگه آقا شما به من گفتید سه نیویورک. سه نیویورک یعنی چی؟ گفتم آقا سه نیویورک برابر است با سه واشنگتن، برابر است با 12 لس آنجلس، برابر است با 9 شب اروپا. خب حالا شما ترکیه هستی، بنده خدا یه چیزی یاد بگی، شما هم رهبر شدی، رهبر در صورت بمانه. آقای خوشنودی، این همشهری عزیز ما، میگه احتمالاً میخواسته کپی پاسپورت ها را بده، نشون عربستان بده، به تعداد کپی ها پول از عرب ها، پول بلیت و هزینه چیزی بگیره بگذاره جیبش. اینو کاملاً درست میگی و باهات هم عقیده هستن. دوستان به خودتون مدیون هستین که برنامه شهرام همایون، مصاحبه شهرام همایون با حمزه پور دیوانه رو ببینید، که شهرام همایون که به گفته خودش میگه من رو این کاغذه می‌نویسم 10,000 دلار میفروشمش به مردم، یعنی اینقدر زبان سلزمنی دارم، نتونست یک پنی از این حمزه پور بکشه که آقا خب تو اگه میگی پول داری بیا آگهی بده، از کجا میخوای پول بیاری اینا. ولی این چیزی که مجید میگه این درسته. میگه احتمالاً میخواسته این پاسپورت ها رو بگیره بگه آقا بیا اینها، این حسن علی، این مجید، این سوربی روانی، اینا آماده هستن که بیان، شما برای هر کدومش نفر 500 دلار بده. خب 20 تام که بدن 20 تا 500 دلار میشده چقدر؟ 10,000 دلار. ندادن، کسی پیدا نشده، اگرم پولی گرفته پول رو خرج نکرده. آقا یوسفی چی شد لینکت؟ بله در پایان میگفت هستم. نه آقا میخواسته بگه مستم، گفته هستم.
خب اینم از این دیگه فیسبوک رو میذاریم کنار، میریم سراغ پتیک ببینیم اینجا چی نوشته. میگه آهان این جرد متولد 1956 و قاعدتا باید همسن شما باشه، شاید هم توی یک کوچه با هم بازی کرده باشید. روزت خوش. شیرازی هم هست. کاکو جون سلام. آقای آریانپور در وبلاگشون در مورد این روزین کمدین تلویزیون تا حالا نشنیدم ندیدم ویدیوهاشه، شرح مختصری در مورد جارت داده. او متولی نوشتید شما، او متولد شیراز خودمان است و تا 5-6 سالگی ایران بوده و فارسی و فرانسه هم صحبت میکنه. است خوب است بچه های رضا پلوی فارسی را از او یاد بگیرند. خب کاکو جون ضمناً از ژانویه 1960 تا ژانویه 2016 جمعاً 1104 سانحه هوایی روی داده، هلیکوپتر و تک نفره شامل نمی باشد. 640 به علت اشتباه خلبان، 195 نقص فنی، 63 بدی هوا، 95 سبتاج. این سبتاج یعنی چیزها رو وقتی دستکاری میکنن، خرابکاری میکنن، مثلا لوله بنزین، لوله ترمز، و وقتی فیلم ها خیلی میدیدیم لوله ترمز یک ماشین رو مثلا با چاقو کات میکنن، طرف وقتی میره بعد پا میزنه رو ترمز، معمولا هم تو سرزیری و پیچ و با پیچ و ترمز نمیگیره و میفته پایین. اگه بلد باشه خب با ترمز دستی میشه نگهش داری، بلد باشه با دنده میشه نگهش داری، بلد باشه میتونی بزنیش به این ور، چرا رو میفتی تو دره. در هر صورت اینم از این ماجرا. سبتاج با گفته سبتاج و 111 تا غیر. حالا این غیر یعنی چی؟ یعنی دیگه شامل همه چیز می شده. و اما کاکو جون سلام، نمایش سقوط امشب مختص به دو پرواز بود که تشابه پرواز 498 بود، قابل توجه خرافاتی ها. در ژانویه 2000 هواپیمای جت 10 نفره در نزدیکی ژنو سقوط کرد. پس از تحقیقات فراوان مشخص گردید که علت سقوط به خاطر تناقص تعلیم خلبانان بلوک شرق و بلوک غرب بوده، یا تناقض مانند رانندگی در اینجا و انگلیس و ژاپن که این اینوری اونوری، یا مثلا واحد اینا متر واحد اونها این، چه همچنین خوب صحبت نکردن به زبان انگلیسی هم مزید علت بوده است. نگران نباشید این نقص برطرف گردیده. در آگست 1986 در لس آنجلس هواپیمای مسافربری مکزیک با هواپیمای ملخی 3 نفره تصادف نمود و باعث کشته شدن 82 نفر گردید. علت حادثه عدم داشتن سیستم به آگاهی اعلام خطر هواپیمای دیگر معلوم گشت. همکنون کلیه هواپیماها مجهز به دستگاهی هستند که اگر به 45 ثانیه‌ای هواپیمای دیگر نزدیک شوند اعلام خطر به دو هواپیما می‌نماید. پتیک ممنونم. جرد کورن کوشنر January 10, 1981 37 ساله لیوینگستون نیوجرسی یو اس. بله شما درست میگی، این حتی چقدر 81 تا حالا، حالا 40 سالش هم نیست، شما نشته 37 سال، چون شوهر دختره، ولی گویا اون دوستان دارن از یه جرد دیگه ای صحبت میکنن که ما وقتی به دوستمون گفتیم اونو برای ما بفرست گوه آقا اونجا هست دیگه، گوه آقا ما فعلا با این تلفونه هستیم. خلاص پتیک عزیز، برداشت شما از سخنرانی خمینی بسیار درست است، دست شما درد نکند که چنین با اشتیاق و دقت نوشته ها را خوانده و تفسیر میکنید. ارادتمند هوشنگ آریانپور. ای کاش این پتیک هفته 5 دقیقه 10 دقیقه یا 2-3 دقیقه با اون جوری که این از پیامگیر استفاده میکنه سلامشو میکنه، اسمشو میگه، مطلب رو میگه، موضوع رو میگه، بعدم در آخر میگه اگه سوالی هم هست اینجوری برای ما به اصطلاح برنامه اجرا کنه تا ما هم پخش کنیم. ضمناً باز یک بار دیگه اینجا از این آقای امیر منصور آریا من دعوت میکنم تا یک نوار 5 دقیقه برای ما بفرسه
بگی آقا شما دنبال کی هستی؟ اگه دنبال رضا پهلوی هستی چرا خودت رفتی رهبر شدی؟ اگه رهبر شدی بگو رضا پهلوی رو قبول نداری. خب چون صحبت از آقای امیرحسین لادن کردم و گفتم احتمالاً جمعه با ما هستن، اگر بتونن، اگر نه دوشنبه، یک وبسایتی دارن به نام اندیشکده.net. الان این عکس که به چرخه به اونجا هم میرسیم. 1390 یعنی 7 سال پیش تأسیس شده برای رهایی مردم و نجات ایران. به تارنمای اندیشکده مراجعه کنید. اندیشکده رو اون اچ آخرش رو ننویسید و دات کام هم نیست، دات نت هست. حالا ممکنه با خود آقای لادن در این موارد بیشتر صحبت کنیم، ولی شما تو فیسبوک یا توی چیز که برید بنویسید امیر حسین لادن، مقاله های ایشون، ویدیو های ایشون پیدا میشه. و اما برای عمر بردنش در عمره احرام میپوشند که عبارت از حوله است پیچیده دور کمر و روی شانه که باز هم حوله است، چه میشود کرد؟ خب این نشون میده سوربی درست میگه که بچه ها رو تو تظاهرات نباید ببرید، بچه ها رو تو این مجالس ازشون نباید سوء استفاده کنید. الان من این ویدیو رو به شما نشون میدم، این بچه رو برداشتن بردن حج، نمیدونم چی بهش میگن. بعد اونجا خب لابد اگه حوله ای هم بستن، وقتی اونا دارن نماز میخونن، این چون بازیگوشه داره بازی میکنه، اون حوله افتاده و این لنگ بی حوله شده. ببینید با چرا سیاه شد. آها خب از این چیزها زیاد، پدر مادرای نادانی که بچه هاشون رو میبرن به اون سمتی که خودشون دوست دارن، همین جا هم هست. حتی من یه عکسی دیدم، با وجودی که خود من هم ممبر امنیستی هستم، هم حمایتشون میکنم، هم براشون مجانی داوطلبانه کار میکنم، ولی یه میز امنیستی رو گذاشته بودن. امنیستی یعنی عفو بین‌المللی، امنیستی اینترنشنال. بعد میبینم دو تا دختر کوچولو رو نگه داشتن. آخه این چی میفهمه؟ نکنید، بذارید اینا بچه باشن، بعد که بزرگ شدن بهشون حق انتخاب بدین، برن تحقیق کنن، برن بخونن، ببینن این سازمان میخوان، اون سازمان میخوان. و دلتون خوش نباشه که امروز شما شانسی 4 نفر رو جمع کنید، این 4 نفر هم 2 تاش بچه های خودتونن که به خاطر اینکه با ماشین شما بودن اومدن، به خاطر اینکه زور مکدونالد براشون بخری با شما هستن، به خاطر اینکه بعد از مکدونالد یه ساندویچ یا اسباب بازی گیرشون میاد با شما هستن. خب اینم از این. نه این جرد با این جرد فرق میکنه. و اما آها این پیام آقای خسرو بهرامیه که فکر کنم همون اولش گفته این پیام برای شماست، ولی بعد صحبت میکنه که آقا شما پیام منو پخش نکردی. من از گردم آقای دومی بهرامی هستم از نیویورک، مزاحمت میشم. این مسیج مالا خودته، پاکش کردم. اینو شنیدم عزیز من، و شما مزاحم نیستی. اگه مزاحم نیستی چرا میگی مزاحمت میشم؟ اگر مزاحم میشی چرا مزاحم میشی؟ برداریدی کلمه ها رو بریزی دور، قدمت رو چشمم و قربونت برم و مزاحمت شدم و حالا مزاحمت نیستم. من به دوستان میگم بد موقع زنگ نزده باشم، طرف میگه نه خیلی هم خوب. حالا یکی میگه مزاحمت نیستم، باید بگی نه خیر، شما مزاحم که نیستید، هیچی، مراهم هستید. نقطه زیر رو برداشتم که آبرو ریزی نشه. عزیز من آقای بهرامی، یه بارم اول برنامه گفتم شما نمیتونی بگی آقای انصاری دروغگوه، چون من توی مهمونی شنیدم حسن علی گفت که حسین علی اینجوری. شما بیا بگو من تو سازمان مسکن بودم، آقای انصاری یه سری زمین مفت بهش دادن. اینو خانم مقدسی سالها پیش گفت، گفت این آقای انصاری که امروز میاد میگه خدا خدا خدا، سالها پیش در ساختن خانه و فروختن به ساز بفروش شده بود. اتفاقا اینو از انصاری یه بار دیگه سوال کنم که آقا چی شده بود؟ شما هم تنت خورده بود به تن اینها و بخور بخور و ببر ببر بود؟ اینو میتونیم بپرسیم. و دروغ میگه آقا، دروغ میگه، دروغ میگه دیگه، چیکار کنم؟ خب اینم از این.
بله سم میگه اون او دیسوان هو رازنبار روزنبار insulted via thread Valerie June Bowman November 14, 1950. آها این خانومه رو میشناسم که تو شیراز بوده، خانومه سیاه‌پوستیه. حالا این احمق روزن، اتفاقا من از برنامه های روزن، از اون برنامه های قدیمیشم خیلی خوشم میمد، چون زندگی امریکایی ها رو بدون تعارف نشون میداد. مثلا پول آب و برق نداشت، طرف زنگ میزد میگو برق تو قطع میکنم، میگو قطع نکنی یا همین الان من فرستادم نامتو با چک، اونم میگو مطمئن باشم، میگو مطمئن باش، بعد میخندید انگشتشم اینجوری میکرد میگو برو go F yourself. بعد سه روز دیگه طرف زنگ میزد میگو نامت رسید ولی امضا چک نداره، میگفت دیدی بهت گفتم من آدم دروغگویی نیستم، چک فرستادم، حالا پس بفرست تا امضاش کنم. یعنی نشون میداد که آمریکا داره دی بای دی زندگی میکنه. اینا این احساسات نجات پرستی به سیاها بگن اینا میمونن رو درخت نارگیل و نمیدونم فلان اینا رو داشتن، ولی الان یه شارلاتانی اومده توی وایت هاوس که به اینا اجازه داده بیان هر کاری میخواییم بکنید بکن. مثل شما دوست داری یه جای لخت بشی ولی همراه خانمت هستی با بچت هستی اینا، به خودت جرأت نمیدی، ولی یه جا مس میکنی با دوستان لایشعورت، یعنی شعورشون رو از دست دادن، اونا لخت میشن شما هم لخت میشی. ببین لخت شدن تو ذات شما بوده، ولی شرافت و وجدان خانوادگی نگرد میداشته تا اینکه یه بیشرفی بیاد همراهت، حالا دوستت بوده مس شده شرفش گذاشته خونه یادش رفته نشونت بده. این دوست بیشرف این آقای ترامپ، حیف کلمه ترامپ که به این بگه. خب ضمناً دیدم که خانم شوبیری زیر یکی از نوشته ها یا زیر یکی از برنامه ها به جای کامنت یه ایموجی استفاده کرده بود، یه تصویری استفاده کرده بود، تصویری که یه نفر داره استفراغ میکنه. این ببینید بعضی وقتا وقتی آدم وقت نداره بنویسه، مثلا این روزا اینجوری رسم شده، به جای تنکیو اینجوری میکنه، به جای اوکی بگن اینجوری میکنه. منظور شما چیه که زیر یک کامنت یه برنامه دو ساعته اولا نگاه کردید این استفراغ؟ خب من میتونم بگم چون ما اسم ترامپ آوردیم شما استفراغتون گرفت، اینجوری نیست عزیز من. شما باید بنویسید در رابطه با اینکه شما گفتی رضا شاه اگر شاه بشود دیگر امیدی نیست، من استفراغم گرفت. بعدم اصلا برای شما یه شخص شخیصی هستین، این نمیدونم. گفت از دشمنان چه بگویم که هر چی میکشیم از دوستان هست. و اما ساعت 2:58 است، اجازه بدین من همینجا ازتون خداحافظی کنم و بریم. آها این آقای فکر کنم دکتر، آها کوروش زعیم از ایران درباره این که خرمشهر رو ارتش آزاد کرده یا سپاه آزاد کرده یا بسیج، من گفتم آقا مهم نیست کی آزاد کرده، مهم اینه که هنوز آبادش کسی نکرده. شما به جای این که بیای اینو بنویسی، بیا بنویس بیاین آقایون بریم یه هفته اونجا دو تا خونه بسازیم، دو تا مدرسه بسازیم. من هفته پیش دادگاه بودم، یه کسی 1216 دلار و 18 سنت اونو خورده، رفتیم دادگاه 58 دلار هم دادیم، حالا ببینیم چه نتیجهش میشه بهتون میدیم. خب آمدن دیدم یه مدرسه کوچولو، یه اتاق اینا ساخته بودن 140 سال پیش 150 سال پیش، عکسشو گرفتم بهتون نشون بدم. آقا خانم آمریکا اینجوری آمریکا شد، یه نفر یه جا دیدن مدرسه نداره اومدن مدرسه رو ساختن، هی نیومدن بگن شاه درست نکرد، شیخ درست نکرد. ما هم که گفتیم، همه عذرشون موجهه، شاه برد شیخ برد، ما هم که گفتیم. آقای کوروش زعیم من خیلی خوشحالم که با شما مصاحبه کردم، ولی این راه و روش شما هم راه و روش درستی نبوده. اگر بود به یه جای میرسی. That is nothing to do with you. خب ببینید خانم شوبری، همین که گذاشتید اونجا، اتفاقا ببینید خیلی خوشحالم که من اینو گفتم، میدونید من هیچ چیزی رو پنهان نمیکنم. من یه برنامه گذاشتم نوشتم ختم بابامه، شما اومدید زیرش نوشتید استفراغ. خب
خب من میگم این به خاطر اسم بابام استفراغ کرده، به خاطر من استفراغ کرده. اگه شما یه چیزی گفتی که یه نفر برداشت اشتباه کردی، شما از خودتون بپرسید که آیا من تونستم درست منتقل کنم نظرم رو؟ نظر شما این عکس استفراغ درباره چی بوده؟ درباره کدام قسمت؟ درباره کدام دقیقه بوده؟ ننویسید، مجبور نیستید. بعدم تازه میگید وقت ندارم. به پستای خودتون توجه کنید. 40 دقیقه پیش، 41 دقیقه پیش، 43 دقیقه پیش، 44 دقیقه پیش. تازه این رو فیسبوکه، حالا تلگرامو داریم، اینستاگرامو داریم، مسنجرو داریم، تلفنو داریم، کارهای چیزام داریم، بعدم میگیم نمیرسیم. ببخشید، میدونید من همیشه گفتم سگ نازی آبادم، قریب خودی حالیم نیست، مس بیاین میگیرمتون. پس سعی کنید اگه مس اگه میاین پارو دوم من نگذارید. در صورت اینم از کوروش زعیم بود درباره خرمشهر، آزادی خرمشهر. و شما برای من بنویس منظورتون از این ایموجی یا منظورتون از این شکلک چی بوده. خانم آزیتا یه ایمیلی رو دکتر میر مظفری برای همه فرستاده و برای من خیلی عجیبه. دکتر میر مظفری که کامپیوتر درس میداده تو آمریکا، هنرمند هست، ذوق داره، آمده برای همه CC فرستاده. ما یه بار اشتباه کردیم CC فرستادیم و یه سری دوستای ما از ما ناراحت شدن که آقا چرا اسم ما رو فرستادی برای این ساگینیان دیوانه که این روزی 3 بار برای ما ایمیل بفرستن. که یکشون آخر شکایت کرده بود به کالیفرنیا که ساگینیان طبق قانون کالیفرنیا اگه یه کسی میگه اسم منو بردار باید برداری دیگه نفرست. خلاصه به این خانم گفتم که این آقای دکتر میر مظفری این ایمیل رو شروع کرده و به جای CC از BCC به جای BCC بلایند کپی از CC استفاده کرده و همه اسم شما رو میبینن و هر احمقی مثل من که جواب برای اون می‌نویسه یه نسخه‌ش هم برای شما میاد. و اینم کار زشتی هست که ما ایرانی ها به خاطر اینکه بلد نیستیم، چون همش بگیم بلدیم، آقا ما اصلا ما روزی که دنیا اومدیم شما نگاه کن این آمریکایی‌ها تلفن بیسیم که انتخاب که اختراع کردن، ولی ما همه تلفنامون بیسیم بوده. با عزتتون برم، یک بار دیگه جمعه با شما خواهیم بود. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. به امید اینکه شما هم در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، چون اگر آگهی دارید میتونید از تلویزیون مردم استفاده کنید. و اگر احمقی به شما زنگ زد گفت چرا تلویزیون چرا به این تلویزیون آگهی منو دادی خودتو دادی، بگو برای اینکه میدونستم تو یه احمق این تلویزیون رو نگاه می‌کنی. جوابش اینجوری بدین، بگین این شما کجا دیدی؟ میگه تلویزیون مردم. بگو خب من احمق میخواستم اینو به گوش و چشم و هوش و عقل تو برسونم، حالا فهمیدم عقل نداری، تلویزیون مردم رو نگاه کنی. روز و روزگارتون خوش. آقای خوشنودی ویدیو بساز، برنامه بساز و با ما همکاری کنید. شما هم میتونید هر نظری که دارید بگید، پخش کنیم و سعی کنیم انسان باشیم، سعی کنیم خودسانسوری نکنیم. ما از سانسور فرار کردیم. شاه سانسور کرد منتهی شد به شیخ، شیخ سانسور کرد منتهی شد به 6 میلیون خارج از آمریکا، خارج از ایران هر روز چوب لای چرخش کنن، چوب اونجاشون کنن، چوب توی آسینشون کنن. سانسور رو از خودتون دور کنید، دروغ رو از خودتون دور کنید، نظراتتون رو با افتخار بگید، اسمتون رو بیان با افتخار بگید، شماره تلفنتون رو اصلیشو بدید 202-695-2573. روز روزگار بر شما خوش. قبل از اینکه برم بذارید این پیام رو پیدا کنم. عقل بشر شماره 54 و اینم به این صورت هست پیام شما در تلویزیون مردم. اینو با هم میبینید، لوپم باشه که دور بزنه و اینم پیام اینجا. سلام بر شما که مایلید بدانید عقیده تهیه کننده این گفتارها کدام است. در هفته های گذشته با شرح حال انسان و اختیارهایش تئوری های آفریده شدن کهکشان و موجوداتش را یادآوری کردم. پژوهش های سالیان دراز دانشمندان در طول تاریخ و در دوران نوین نتوانستند ثابت کنند خدایی هست و یا خدایی نیست. از نقطه نظر موبدان دین ها نظریه های آیین را باید باور بیارت کرد. وسط ایستادن یا در میان قرار گرفتن و یا اندیشیدن در دین جایی ندارد. آفریدن این همه موجودات مختلف
و نادانستنی هایش از سوی پیامبران معجزه و دلیل وجود خدا شناخته شده و باید بدون کمترین شک مورد قبول قرار گیرند. هنگامی که دانش یک مسئله را کشف کرده و غیر قابل انکار می شود، موبدان فوراً به کتاب‌های مقدس رجوع و کلمه، عبارت و یا اشاره به مطلب را یافته و ادعا می کنند که دینشان با پیشبینی یه همین کشف در هزاران سال پیش معجزه کرده. دلیلشان بودن همان کلمه در کتابشان و تفسیر جدیدشان است. قبل از کشف و اختراع دانشمندان و در طی قرنها از عقب افتادگی، این موبدان در کتابهایشان معجزه ای از دانش نوین نیافته بودند تا ارائه دهند. اگر کسی هم پیدا شد و اکتشافی کرد و اختراع آینده ای را پیش بینی نمود، کافر، دروغگو و مخالف مشیت خدا معرفی و با خشنترین وسیله مجازات گشته است. این منطق تراشی با اتکا به تفسیر عبارتها، گفتارها و نوشته‌ها بسیار رایج است. کار هر روز مقاله نویسان درباری و فریب دهندگان برهاست. در تفسیر پیشبینی های ناسترونامس همین وضع را می‌بینیم. این شخص را مثال آوردم تا متدینین ناراحت نشوند. مفسرین این پیشگو ادعا می‌کنند وقتی ناسترونامس این کلمه را این طور نوشت، مقصودش آن طور بود که در فلان جا اتفاق افتاد و دلیل بر صحت پیشبینی های اوست. خب چرا با ذکر نام و حادثه روشن و واضح ننوشت؟ درست همان سبک و تفسیری که به نوشته های خدا در کتاب های مقدس پس از اتفاق و اکتشاف و نه قبل از اتفاق و یا اکتشاف نسبت می دهند. خدایی که از همه چیز بنده هایش اطلاع دارد و سطح فرهنگ و دانش و درکشان را خود خلق کرده، چرا باید با رمز مغزشان را به بازی گیرد؟ مسئله‌ای که در گفتارهای پیش سخنش آمد. طرح سؤال چرا و چرا با رمز کفر به ذات الهی شمرده می شود و نتیجه اش از دست دادن سر. با این روش و با استناد به اصول، همه دین ها مانع کنجکاوی و استفاده از مغزی شده اند که خودش نعمت و معجزه خدایشان می باید شمرده شود. در برابر دین، دانشمندانی وجود خدا را انکار می کنند، اما به معجزه بودن مغز اعتراف. نمی توانند به سؤالهای کنجکاوانه درباره آفریدگار پاسخ دهند و به ما بگویند مغزی که ایشان را به این نتیجه رسان توسط که ساخته و در کلشان قرار گرفت. اندیشیدن و فعالیتش در اختیار کیست؟ که و چه سلولهایش را تقویت نمود تا آن شخص دانشمندان به این سطح از دانش برسند؟ اغلبشان طبیعت را مسئول و سازنده و آفریدگار معرفی می کنند. به طور غیر مستقیم خدایشان نامش طبیعت است. نمی توانند به ما بگویند این همه تنوع و این همه نادانستنی ها می باید که اندیشمند، طراح، مهندس، مبتکر و سازنده ای داشته باشد. مگر می شود بدون برنامه و تشخیص و وجود سازنده چیزی ساخت؟ شاید در دنیای دیگر و نه در این دنیا. چگونه این میلیارد کره در فضا هر یک بیش از سه جهت چرخش و گردش کرده و به هم تصادف نمی کنند؟ نیرویی که آنان را با این سرعتهای باور نکردنی چرخانده و جا به جا می کند از کجا می آید؟ موتورش در کجا قرار دارد؟ سوختش چیست و که آن را فراهم می کند؟ وقتی دستگاهی تازه به بازار می آید، ما که فقط از آن استفاده کرده و در ساختش نقشی نداشته ایم می گوییم ببین عجب چیزی ساخته. در همان وقت از درد و شناسایی و قدردانی از نزدیکترین چیز نسبت به خود که خودمان است ناتوان می باشیم. همانطور که قبلا گفتم، انسان درک توان مغز خیش را در اختیار ندارد. با چشمان و انتقال دید توسط اعصاب به مغز همه چیز را می‌بیند بجز چشم خود. با این وضعیت و حقیقت انسان فراری از اندیشیدن،
درباره همه مسائل رأی داده و بدون بررسی حکم صادر می کند. بعد از دادستانها و بعد از دادستانها و قاضیها و زمان و زمین و دیگران شکایت که بدون در نظر گرفتن همه مسائل و جستجوی کامل حکم صادر کرده و می کنند. صفت دوسویی و یا چند گرایشی در یک وقت و عدم تشخیص عقل به این واقعیت در انسانها عمومی و همگانی است. حالا برای آشنایی به توان احساس و درک شما را به چالش کشیده و وضعی را شرح می دهم و سؤالهایی مطرح می کنم. امیدوارم اندیشیده پاسخ دهید و شاید به بخشی از توان عقل و تشخیص خود مطلع شوید. آیا کره بودن زمین برایتان حقیقی است؟ قبول دارید که زمین مسطح نیست و کره است؟ اگر این وضع را قبول دارید با ما باشید. در صورت ناباوری از کره بودن زمین، شنیدن این گفتار برایتان وقت ضایع کردن است. تصور کنید به فضای دور پرواز و همه کره زمین را در یک جا می‌بینید. می‌توانید یک کوه، ساختمان، یک درخت و یا انسان و یا یک انسان و یا حیوان را عمودی ببینید؟ شاید کسانی توان تصور نداشته باشند یا از پرواز آزاد در فضا سرگیجه بگیرند. از آنان دعوت میکنم یک نمونه کره زمین یافته و روی میز جلو خود قرار دهند. حال بر شهری که در آن اقامت دارید انگشت نهید. سوزنی عمودی بر سطح کره بر جای اقامتتان فرو کنید. این وضعی است که شما در آن بر کره زمین ایستاده و فعالیت میکنید. حال کره را چرخانده و در وضع شب قرار دهید. این طرز ایستادن شما در شب است و در میان این دو وضع 24 ساعت را می گذرانید. ببینید که در روز و هنگام شب چگونه ایستاده و فعالیت می کنید. هرگز کج ایستادن، کج نشستن و کج خوابیدن خود را نمی احساسید. از دوستان و آشنایانی که در بخش جنوبی کره هستند، مانند جنوب آفریقا و آمریکای جنوبی و استرالیا و نیوزیلند یادی کنید. سوزن عمودی بر سطح شهر اقامتگاهشان در کره داخل نمایید و ببینید که انسانها در شب و روز آنجا همیشه سر به پایین به سر میبرند. حال از خود بپرسید چرا انسانهای این کره زمین احساس نمی کنند، نمی دانند و نمی فهمند که کج، مایل و سر به زیر ایستاده، راه رفته و یا معکوس در تخت خواب دراز می کشند. هواپیما که موازی زمین در پرواز است چه وضعی دارد؟ هواپیماهای اکتشافی قطب جنوب پروازشان در چه وضعی است؟ آیا باور می کنید که همیشه در همه وسایل نقلیه ما افقی ننشسته و نرانده و نپروازیده این؟ حال علت ثابت بودن بر زمین و وضع فیزیکی نیروی جاذبه یا سبب دیگری باشد در مغز و احساس ما فرقی نمی انجامد. ما عمودی راه نرفته، عمودی ننشسته، عمودی ساختمان نساخته و همه چیزمان مایل افقی و در جاهایی سر به پایین است. عمودی بودن محدود می شود به منطقه کوچکی که در آن هستیم. گسترش عقل و اندیشمان هم به محیطمان محدود می شود. مثل کج بنشین و حرف عدل بزن در همه حالتها، در همه حالتهای نشستن صدق می کند، بجز حرف زدن که هیچگاه عدل و یا درست بودنش را نمی نطقیم و نمی پسندیم. بروی کره زمین که با سرعت سرسام آور در حرکت است کج ایستاده ایم. بنابر قانون چرخش فیزیک، چرخش فیزیک محدود به زمین مسطح میباید سوی فضا پرتاب میشدیم و شاید برای منع این پرش مانند درختان در زمین ریشه داشتیم، یا جاذبه زمین ما را چنان سوی خود میکشید که توان هر گونه حرکت در قدرت ما نبود. با این کجروی بر روی زمین با استفاده از نیروی بسیار کم و محدود انسان، ما جنبشی همیشگی داریم. باد بزن با سرعت کمی هوا را تحریک می دهد. روزهای بسیاری ما بودن هوا و یا باد را شاهد نیستیم. چطور زمین در حال دو چرخش سریع روزهای بی باد بسیاری دارد؟ عقل ناتوانمان به گذشته زمان و دانشجویی نیاز داشت تا علل و بخشی از این وضع را کشف کند.
توانایی تفسیر و تحلیل همه مسائل توسط مغزمان غیر ممکن است. چرا این نادانی از وضع خود را نمی تشخیصیم؟ باید قرنها بگذرد تا دانش این انسان نادان آمده بر روی این کره به جایی برسد که برای یک وضع فیزیکی جوابی بیابد یا نظریه‌ای طرح کند. جواب وضع ما از سوی این سخنگو چنین است: مغز انسان که در نتیجه پرورش خانواده و محیط و دانش به عقل میرسد، توان و فهمش بیش از این نیست. بیش از این انتظار داشتن از عقل یک کمبود و نافهمی بشری است که به آن مبتلا می باشد. اگر این طور نبود، پدر بزرگانمان اطلاعاتشان در سطح ما بود. تصور دانشمند و دانا بودن یک مسئله کمبود عقل انسان است. از نزدیکترین مسئله به خودش، یعنی خودش، اطلاعی ندارد. اگر مغز انسان توان درک داشت، از همان روز نخست خدا را یافته و می شناخت. هزاران سال می بایست می گذشت تا دیگر اندیشانی خدایی کشف با صلاحیت ها و توانهایی بسیار به جای فرعون به گله های انسانی معرفی و نیایش کردنش را اجباری سازند. علی رغم گذشت این دوران و بعثت 124,000 پیامبر، مغز انسان دانستن و تشخیص آفریدگار را ندارد. این وضع شامل حال همه دین هاست. ساده اش کردند: سنگ، بت، حیوان، دیوار، درخت، معبد، کلیسا و مسجد را به او نشان دادند، مقدس معرفیشان کرده و به او فهمانده اند برای رضایتش و کسب خود و کسب دنیا و آخرت باید با آن و یا در آن نیایش کنی. نیایش ها خلاصه می شوند در تکرار کلمه های معینی توتیوار بر زبان که با حرکت های مخصوص بدن باید توأم باشد. در همه حالت ها باید با ذلت و خشوع بدون اظهار هر گونه مخالفت در جهتی ایستاده و برآوردن نیازها را از معبود درخواست کرد. در بیشعوری من کاشتند، با دعای قلب صاف تقاضاها برآورده می شوند. اگر نشدن، حتما گناه بزرگ و معصیتی عظیم کرده این که نابخشودنی است و ممکن است به شدت مجازات شویم. برای نجات از وخامت وضع باید کاری بکنیم. مثلا حیوان و یا موجودی را قربانی کنیم. ممکن است زنده قربانی انسانی دیگر باشد، یا خود را افسار آن معبود یا امامانش کرده و با گریه و زاری بخشش و آمرزشش را تمنا کنیم. نمیخواهم به تکرارم، اما خودتان بیندیشید و نماز و دعاها و طرز خواندن و تکرارشان را به خاطر آورید. همه‌شان تکراری، از مراسم دیدار از فرعون و پادشاهان و ستمگران دورانهای پیاپی تاریخ است که برای ذلیل ساختن گله توسط اطرافیان و ادارشان تنظیم شده و به بیشعوری ها رفتند. در برابر شاه این طور باید ایستاد، با او این طور سخن گفتند و سؤالهایش این طور باید جواب داد. فرعون و نامش را کنار زدند، خدا را به جایش نشاندند و همه مراسم فرعونی و ستمگری را به اهورامزدا، الله، گاد و یا هر نام دیگری نسبت دادند. خدایی که وصف ضد و نقیزها و دگرگون شدن و متغیر بودنش را در گفتار پیش بیان کردند. در این دنیا سازنده‌ای وجود دارد، چرا دیده نمی شود؟ چرا سخنانش را نمی شنویم؟ چرا نمی توان لمسش کرد؟ چرا باید پیامبران بفرستد تا وجودش را برای ما شرح داده و یا و با شمشیر به باورمان بیاورند و یا هدایتمان کنند؟ چه هایی که عمق بیماری تهیه کننده این گفتارها را نشان می دهد. نام آفریدگار را هر چه خواستید خود یافته یا ساخته و بر زبان آورید و در مغز بکارید. آزاد هستید. این آفریدگار مانند همه نیروهاست. در دانش فیزیک اصلی است که میگوید نیرو از هیچ ساخته نمی شود و هرگز از بین نمی رود. از نظر من این آفریدگار نیروست، مانند نیروی برقی که آقای سربی تحصیلش را کردند. آیا روزی آن را دیده اند؟ اگر جواب نفی است، می خواهم بپرسم آقای سربی،
شما چگونه با تصور و ادعای عاقل و کنجکاو بودن موضوعی را تحصیل کردید و متخصصش شدید که هرگز ندیده اید؟ میگویند توسط سیم جا به جا می شود، چرا خودش را نشان نمی دهد؟ اکنون که می خواهند بدون سیم جا به جایش کنند، شما چه رأیی دارید؟ چرا هنگام انتقال صدایش در نمی آید؟ چرا و چگونه چیزی را که نمی بینیم هنگام لمس ما را می کشد؟ چگونه این اشتباه و یا تقصیر در شناسایی برق را برای من تفسیر می کنید؟ از وقتی تلویزیون مردم را تأسیس کرده و با موجهایی فرستاده اید که نمی بینید، نمی شناسید که شکل و حجمشان چگونه است، دستتان هم به آن نرسیده، برنامه تهیه و هزاران کیلومتر دورتر می فرستید. این رفتار شما با این وسایل غیر قابل احساس توسط اعضای بدن را چگونه می توان فهمید؟ آن را چه می نامید؟ آیا خود و یا ما را به مسائل غیر قابل احساس انسان و خارج از عقل بشر به شوخی گرفته اید؟ چگونه می توانید وجود برق را شرح داده و به ما بفهمانید؟ حتما با استناد به دانش و علم و اختراع سعی به قانع کردنمان می کنید. آیا با عقل و دستک پیشرفت دانش امروزی و بدون احساس بدنی می باید منطق، شرح و تفسیر شما را قبول کنید؟ هنگام پیدایش این دستگاه ها مردم که عقلشان مانند امروز محدود بود، وجود این نیروها را انکار و جادوگری می خواندند. امروز ما اثر نیروی برق را در چراغ می بینیم، در حرکت وسایل برقی احساس را به کار می گیریم، موجها را توسط دستگاه های ساخت بشر می حسیم. بدین علت به وجود نیروی برق و دیگر موجها و فعال بودنشان می اعترافیم. باید دانش میافتیم تا به این پیشرفت اعترافی عقلی بکنیم. چرا نیروی آفریدگار را نمی احساسیم؟ از خدا نام میبریم ولی به واقعیت نیرو بودن او چون آفریدگار اعتراف نمی کنیم. شاید کسانی که این جمله اخیر یعنی ناتوانی در اعتراف به واقعیت نیرومندی آفریدگار را قبول نکنند، از ایشان میپرسم اگر نیروی آفریدگار توانا را قبول ندارید بفرمایید و یک توانایی کامل خود ساختتان را به نمایش بگذارید. همه اعضا و دستگاه های انسان از تاریخ تولد و تا زمان درگذشت بدون تسلطش خودکار و اتوماتیک در فعالیت همیشگی هستند. کدام عضو بدن در اختیار شماست؟ نیروی حرکت دهنده اعضای بدن را چگونه خودتان ساخته اید؟ آن تکسلول در رحمها و یا آشیانه و یا خاک توسط چه نیرویی به موجودی زنده مبدل می شود که شکل انسان، حیوان، حشره، نبات، جماد و غیره را می گیرد؟ انسان با دانشی که امروز به آن رسیده توانسته تا اندازه‌ای طرز کار بدن را شناسایی و چون دانشی سودمند تقدیم هم نوعان کند. آیا این دانش کامل شده؟ هر روز شناس بخش‌های بدن انسان افزایش یافته و در بررسی و معالجه بخش کوچکی از بدن انسان‌هایی متخصص می‌شوند. این بدن انسان تا 100 سال پیش فقط یک دکتر داشت که همه درمان‌ها را ارائه می‌کرد. بدن انسان تغییری نکرده. این دانش است که با گذشت زمان به جزئیات این بدن رسیده و هنوز بررسی جهت دانستنش ادامه داده. دانشش پایان نیافته و نخواهد یافت. همینطور بدن دیگر موجودها از زنده و نبات و جماد و همه آفریده ها هر روز بیشتر میابند که تا حال یک دانشمند متخصص دانستن همه چیز یک موضوع کوچک را ادعا نکرده. در مقابل آنان که دانش و علم را در تکرار و پایبند بودن به اصول هزاران سال پیش خلاصه کرده اند، همه چیز این دنیا و آخرت را می دانند و در دانش اعلم هستند. هرگز نمی شود و نباید به ادعاهایشان شک برد، باید بره باقی ماند و پیروشان بود. همکلاسی هایی که تنبل و نافق در تحصیل علمی به مدرسه های دینی رفته و با عمامه و قبا و ریش ظاهر محترم انباشته در بیشعوری ها را به دست آوردن، پس از پایین آمدن از منبر یا حضور در مناسبت ها حاضرین سویشان شتافته و دستشان را می بوسند، سخنانشان را گوهربار و واجب الاجرا می دانند. وقتی فیلم های این همکلاسی هایم را در یوتیوب می بینم به آن مریدان می گویم می باید دست مرا ببوسید.
چون شاگرد اول تمام دوران تحصیل بودم. این ملاها تنبلان و فراریان از دانش جهت مفتخوری و تنپروری به شغل فریبکاری رو آوردند. این است حقیقت مغز بشر در همه دوران روزگار. انسان ترجیح می دهد از مسائل سودمند بگریزد و عمر کوتاه را در فریب خوردن و فریب دادن دیگران با تصور زرنگ بودن به سر برد. این تقدیم کننده گفتار عقل بشر این همه شرح و وصف می خواند. با تکرار وعده ها نم نمی دهد. این برداشت شما صحیح است. آخوند روزخان صفت سخنگویانی است که همه که شنونده را به خواب میبرند. وقتی بیدار میشوند خود را مانند پیش در گله بره‌ها مییابند. به علت مردم پسند بودن شغل روزخانی با این گفتارها نقش آخوند شدن به کله هم خطور نموده. تیه چندین گفتار مشغولتان کردم، راست و چپ بردم و به سؤال خدا کجاست جواب ندادم. برنامه تمام و جواب دستگیرتان نشد. از شما میپرسم لطفاً با انصاف پاسخ دهید، کدام سودمندترند؟ آخوند که یک دستش برای بوسیدن و دست دیگر برای چاپیدن دراز هستند، یا آخوند ناشناس و بی دست؟ این گفتارها بعده میدهم آدرس خدا را به شما بدهم. کاغذ و قلم را هفته آینده آماده و در کنار داشته باشید. تا آن وقت و همیشه بهترین را برایتان آرزومندم.